بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز برنامه رو چند دقیقه زودتر شروع کردیم تا چند دقیقه زودتر از اون ور تموم کنیم و متاسفانه در ایران همون خبرهایی که همه شما اطلاع دارید و بیشتر از من و بهتر از من ویدیوها رو تماشا کردید و دل شما هم ریش شده و خون شده، ولی دل ریش شدن و دل خون شدن فایده نداره، باید کمک کنیم. کمک ها هم اینجور نیست که یه روز همون روز اول با شور و هیجان کمک کنیم، فردا هممون یادمون بره، پس فردا هم سیزده به در هست، رقص و قر و آواز و چلو کباب و اون بیچاره ها سالهای سال باید بدبختی بکشن، چه از جنوب از شیراز تا شمال گیلان و مازندران و اینها که همه جا این مشکل هست. چرا هست؟ دلایلش رو من به شما میگم، یه مقدارش رو میدونم یه مقدارش رو نمیدونم. ما یک کلاهی اینجا میذاریم سر این ماوسمون که کمتر صدا بده، ولی یه ماوس دیگه هم خریدم، اون بیسیمه، ولی بازم صدا میده و نمیدونم چرا اینا رو، این کلیکش رو بدون صدا نمیسازن. اینا که میتونن همه کاری انجام بدن، چرا این یک کار رو درست انجام نمیدن؟ و من الان میام سراغ شما. بله، خب ما بارها از دوستان پرسیدیم شما که اینقدر ما میگیم حمایت، چرا حمایت نمیکنید؟ اگه حمایت نمیکنید دلیل شما بگید. متاسفانه هیچ کس وقت نذاشت دلیلشو بگه، به غیر از یک خانومی که گفت من هم مثل ایرانی های دیگه مفتخور هستم. خب بعضی ها میتونن بگن ما تنبل هستیم، که بگیم برای شما تنبلا میتونید با پیپل از خونتون پرداخت کنید. در صورت همه راهی هست و امکاناتش هست، فقط اگر بخواین. اینجاست که میگه خواستن در حد توان توانستن است، چون به ما غلط یاد دادن، گفتن خواستن توانستن است. یعنی چی؟ من میخوام رئیس جمهور آمریکا بشم، امکان نداره چون اینجا دنیا نیومدم. پس خواستن در حد توان توانستن است. توان چیه؟ من میتونم اینجا شهردار بشم، میتونم نماینده مجلس بشم، میتونم فرماندار بشم، اون ممکنه برم دنبالش بشه. خب بریم سراغ سیل در شیراز و دم شیرازی ها گرم که آبروی خودشون رو که همیشه هم آبرومند بودن در مهمون نوازی و اینها، به همین خاطر من شنیدم 3 میلیون مسافر، ولی فکر نمی کنم 3 میلیون مسافر بره شیراز. والا تا موقعی که ما شیراز بودیم، شیراز توی یک به اصطلاح بین چند تا کوه محصوره و اون موقع جمعیتش 480 هزار نفر بود. حالا خود شیراز جمعیتش چقدر باشه نمیدونم، احتمالا بیش از 1 میلیونه، ولی فکر نمی کنم ظرفیت پذیرایی از 3 میلیون مهمان رو داشته باشه. البته مهمانای بیچاره که انتظاری ندارن، چادرشونی که با خودشون میارن، گوشت و نخود و لوبیا و برنج و اینا رو هم با خودشون میارن، احتیاج به یه دستشویی دارن دیگه، دستشویی هم یه جایی پیدا میکنن خودشون راحت میکنن. و اما بیشترین تلفات متاسفانه از همین مهمونهای نوروزی بوده که آمدن و اطراف شیراز، حالا جاهای خوش آب و هوا و خوش منظره و اینها پایستادن و گویا توی پیشبینی هوا هم گفته که بابا یک هوای اینجوری دیدید، میگن یک جو سردی داره میاد اینجوری، یا یک جو برفی داره میاد یا بارون، اینها گفتن. ولی خب احتمالا مردم به اصطلاح مشغول عید و دید و بازدید و خوش و بش و سر قبر حافظ بریم یه وقت بعدش نیاد و حتما به سعدی هم سر بزنیم دلخور نشه تبعیض قائل نشیم، کسی اینها رو نشنیده. تازه اگر شنیده بودن هم چه میتونستن انجام بدن؟ کجا برن؟ چون هر جا میرفتن آسمون همین ابر بود، به جای همین رنگ بود همین ابر. و اما فیلمایی هست در بین تمام این فیلم ها که من دیدم، یه فیلمی، حالا این تلویزیون هم من نمیدونم این نیست ایران ناسیونال یه چیزی می نیسته، بذارید اینجا بهتون نشون بدم، روی وبسایت هم گذاشتم، روی فیسبوک هم گذاشتم. چرا بارندگی نوروز امسال سیل آفرین شده؟ رو در روی تصویرهای سیلهای نوروزی امسال شاید شما هم پرسیده باشید چرا؟ اسم این تلویزیونه ایران اینترنشناله، فکر کنم اینم یکی از اونایی باشه که همون عربا و مربا پولش میدن، ولی گاهی وقتا برنامه‌هاش دیدم جالبه.
چرا این شکلی شده؟ مصطفی رضیعی خبرنگار اینترنشنال با بررسی جدول میزان بارندگی های ایران نوشته میزان بارندگی ایران در وبسایت وزارت نیرو سراغ این سوال رفته که گرمایش زمین و توسعه ناپایدار چگونه سیل‌های نوروزی امسال را ویرانگر ساخت. ببینید دوستان، فوش دادن به آخوندها کافی نیست. اگه کافی بود آقا مرگ بر آخوند، گور پدرشون، قرم ساقن، جاکشن، جنایتکارن، خوب شد نشد. باید ببینید از اصولی رفتار کن. میگه که توسعه ناپایدار، همین که این بغل قرآن یه که چی بوده اون وقتا، یه چیزی هم به اینا میگفتن، اصطلاح یه جای بازی بوده که این مسیل آبهای فصلی بوده، این آمدن پر کردن و اونجا اون ورش پاسگاه ژاندارمریه، این ورش پاسدارا پاسگاه زدن، اون ورش پلیس وایساده، اون ورش هم لابد بچه آقازاده ها گرفتن یه بیزینسی، شغلی، هتل و موتل و نمیدونم هفت خان و مفخان. نمیگه مال اینا مال آقازاده هاست بیچاره، ولی کلن خیلی اونجا رونق پیدا کرده و بهش رسیدن. چرا رسیدن؟ چون ازش پول درآوردن. ولی این فیلم رو با هم ببینیم و من نظر شما رو هم جویا بشم. بله، این کامرای دو رو میدیم به شما که حواستون رو پرت کنیم و دست بکنیم تو جیبتون. کامرای دو برای شما، اونای دیگر رو خاموش کنم و با هم این آقا مصطفی رو گوش کنیم. روبروی تصویرهای سیل نوروزی امسال، شاید شما هم از خودتون پرسیده باشین چرا این شکلی شده؟ آیا به نظر شما این حجم بارندگی و این قدرت سیل طبیعیه؟ خبرگزاری ایران میگن که فقط تو دو روز توی استان گلستان 30 سانتی متر بارون اومده. وقتی به آمار وزارت نیرو مراجعه میکنین، این آمار نشون میده که در استان گلستان تا 5 فروردین توی این سال آبی 2 برابر سال قبل بارون اومده، توی استان فارس 3 برابر. ولی چرا؟ چی تو آب و هوای ایران عوض شده؟ اقلیم شناسای ایران و سازمان ناسا قبلا هشدار داده بودن که گرمایش زمین باعث شده که رفتار ابرها متفاوت از قبل بشه. هرچی زمین گرمتر میشه، اونها رطوبت بیشتری رو در خودشون ذخیره میکنن و وقتی به جاهایی میرسن که قبلا محل بارندگی مرسومشون نبوده، مقدار زیادی بارون رها میکنن. نتیجهش این میشه که از گلستان تا فارس تا خوزستان تا لرستان، بارونی که قبلا توی چند ماه یا چند سال میومده، در گذر چند ساعت روونه زمین میشه. گرمایش زمین، تغییر رفتار آب و هوایی و تغییر اقلیم معنیش این نیستش که سوء مدیریت اینجا کاری نیست. مسیر کنال دروازه قرآن تو شهر شیراز اگه هنوز بود، آب سیل رو از شهر بیرون میرود، ولی به خاطر گرمایش زمین حجم آب بیشتری بهش روونه میشد، شاید سرریز میکرد. پر شدن این مسیر یک مثال از سوء مدیریتی که توی ایران هست، سوء مدیریتی که مهندسی طبیعت رو کنار گذاشته به جای اینکه به پایداری فکر بکنه، سوء مدیریت ناپایدار رو جایگزینش کرده. این مدیریتیه که جاده درست کرده ولی مسیر طبیعی رودخونه ها رو از بین برده. همین مدیریت آماده رویدادهای شدید آب و هوای دیگه ای نیست که گرمایش زمین به همراهش به ایران میاره. رویدادهایی مثل امتداد خشکسالی، مثل موجهای گرما یا ریزگرد، گرمایش زمینی که ریشه میگیره توی نفتی که ما از دل زمین بیرون میکشیم، ریشه میگیره توی گوشتی که ما مصرف میکنیم، هواپیمایی که سوار میشیم. مصطفی رضیعی هستم. تیم ما در ایران اینترنشنال همچنان منتظر ویدیوهای شما از سیل امساله. آقا من نمیفهمم این ایرانی ها چه مرضی بهشون سرایت کرده که بابا گزارشگر تلویزیونه، موزیک اون پشت میزنه. والا من نمیدونم ملت دیوونه شدن. ولی دیدید چه قشنگ گفت؟ دوتاشو گفت که دلیلش این هست، این هم هست. حالا شما هی بشین، من دیروزی دیگه یه جا نوشتم که گور پدر آخوندا،
از اینکه اینا جنایتکار هستن و عدم سوء مدیریتشون همه چیز رو به نابودی کشیده حرفی نداریم، ولی من تا امروز خبر نداشتم ما اینقدر متخصص آب، باران، شاش، ادرار، بمب اتم، پشکل داریم در ایران. میخوام اینجا یه شرکتی بزنم اینا رو بیارم، آقا سیل نمیدونم پورتوریکو، سیل همین پایین، همینجا ویرجینیا، هر وقت اینجا آب میاد شما برید الکساندریا، کاسبا درست شن پشت مغازهاشون میبندن، اصلا دیگه میدونن. ضمن این که بغل رودخونه است، چه رودخونه؟ یه رودخونه پتومک که باید این آبو ببره بریزه به دریا. ولی بعضی وقتا همین چیزی که این آقا گفت سرریز میشه. حالا یه دوستی به نام آقای سیروس دولتشاهی آمده یه ویدیویی رو گذاشته که تلویزیون ایران میگه ما ابرها رو بارور کردیم، ولی اشکال داریم ما. اشکال اون اینه که تاریخشو نمیگیم که آقا این مال کی بوده. من فکر نمیکنم اینا دیگه اینقدر دیوانه و روانی باشن که مثلا بهار که فصل بارندگیه بیان اون موقع برن ابرها رو بارور کنن، ولی ما این کارو میکنیم. تازه خیلی هم قشنگ نوشته، تو خود بخوان دیگه، دنباله این مجمل میگن، مجمل میگن چی، تو خود شرح این مجمل بخوان. آقا جون تاریخ بنویس، بنویس این کی بوده. بعدم تازه خانمی که داره اخبار میگه، میگه این کاری که میکنن نمیدونم ابر رو حامله میکنن و بارور میکنن و اونم میره اون ورتر میزاد بارون، میگه 10-15% 10-15% باران اگه بارانی به باره زیادتر میکنه. خب میگه ایران اینترنشنال رسما توسط عربستان پخش میشود و کل مخارج آن را پرداخت میکنند. بنده همه جا گفتم بی تدبیری شده، ولی این مقدار بارش در هیچ زمانی به مقیاس یکی دو روز برای یک سال نداشتیم و کنار دروازه قرآن که پر شده، مثل همه شهرهای دنیا که رشد چندین برابری جمعیت پدیدار شده، ساخت و ساز میشود و در کنار دروازه قرآن هم زیر مسیل تونل گذر آب کشیده شده و بعد جاده روی آن ساخته شده. خب خیلی ممنون آقای علیرضا سلیمانی. و ایشون هم نوشته که آقای شهرام افتخاری نوشته گور پدر هرچی آخونده، ما میگیم گور پدرشون، چون احتمالا پدرشون مرده تو گور هستن. خب حالا چیکار کنیم؟ آقای شهرام افتخاری شما زنگ زدی به فامیل در ایران، 100 دلار، 10 دلار، 20 دلار، 30 دلار، یه پتو کنه، یه نهار، یه شام ببرن برای اینا، یا فقط فوش دادی راحت شدی؟ آخوندها زرنگن، این فوش دادن رایج کردن. تو اتوبوس شما فوش بده، تو نمیدونم تو تاکسی فوش بده، تو مهمونی ها فوش بده. یه چیز جالب دیدم، نوشته بود آقا در مهمونی ها بحث سیاسی نکنید، فوش ندید، بشینید از براندازی صحبت کنید، شاید به فکر یه نفر برسه چه بکنید. دستم ممنونم آقای شهرام افتخاری، ما به شما افتخار میکنیم. اگه شما رو نداشتیم کی میومد بگه گور پدر هرچی آخونده؟ هیچکی جرأت نداره، اصلا صدا نمیدن مردم. ولی بذارید یه چند تا عکس بهتون نشون بدم و ماجرایی که دیروز برای خود من اتفاق افتاده، یعنی اتفاق که نیفتاده، خود من گوشی تلفن رو برداشتم زنگ زدم ببرمتون ایران، عکس با همین عکس ها رو بهتون نشون بدم. اول از همه میریم سراغ آقای مباشری. بله ببینید دوستان، به این میگن کار، اینه که این دوستان این کارها رو انجام میدن. بعد مسافری که از شیراز داره میره بیرون یا هنوز در شیرازه از شیرازی ها تشکر میکنه. البته ناگفته نماند این یک غریزه انسانیست که اگر بنده آبادانم بودم سیل میومد، آبادانیه که تا دیروز ممکن بود به من فوش بده که اینا آمدن اینجا مزاحم ترافیک ما شدن، تو خیابون میشینن ادرار میکنن، آسایش ما رو به هم زدن، همون آبادانی هم در خونهشو باز میکنن منو راه میداد داخل. این غریزه، غریزه انسانیه. همه هدف ما هم اینه که این غریزه های انسانی رو بیشتر بکنیم در وجودمون. That's it. و اما من دیدم یه آقایی به نام بابی اشتیاقیوند، آقا اینا رو جدا جدا بنویسیم، این فامیلای اینجوری
مثل پشت اتوبوس ها مینوشت من مشتعل عشق علیم، چه کنم همه رو میچسبون به هم. شما اینقدر حواست میرفت اون تصادف میکردی میزدی تو کون اتوبوس. فامیلیتون اگر اشتیاقی وند، اینا رو یه فاصله کمی بینش بذارید تا طرف راحت تر بخونه، یا کوتاهش کنید. بابی اشتیاقی در صورت دمت گرم، ایشون نوشته سلام دوستان، بنده به مکانیک خودروهای سبک واردم. سلام دوستان، بنده به مکانیکی خودروهای سبک واردم. اگر کسی از مهمانان نوروزی که ماشینشان در اثر سیل و آب گرفتگی خاموش شده و نیاز به کمک دارد، به صورت رایگان در خدمتم. لطفاً در گروه‌های دیگه هم بفرستید، شاید گره از کار گرفتاری باز شد. شماره تماس این موبیل شیرازه، 917 911 77 12. اسمش هم نوشته مباشری. حالا شما اینو داشته باش، من این قسمت رو براتون بزرگتر میکنم تا شما ببینید، احیانا عکسی هم اگه میخواین بگیرید یا هرچی، بعد میریم سراغ بعدیش. به اینا میگن کارهای مفید، قدمهای کوتاه، ولی گفت چی؟ رهروان است که آهسته و پیوسته رود، رهروان نیست که گه تند و گهی خسته رود. ماها هممون خرگوشیم، میپریم این و میپریم اون و بعدم گوشمون گیر میکنه توی درختی، اون لاک پشته یواش میاد میره 90 سال 100 سالم عمر میکنه. این شماره رو من دیروز زنگ زدم، چون هم پتیک بلا فاصله میخواست کمک کنه، هم خود من تصمیم گرفتم و گفتیم که خب 100 دلارم بفرستیم برای این آقا. گفتیم آقای مباشری، ما از آمریکا هستیم، همشهریت هم هستیم. گفت فامیلی چیه؟ گفتم سوربی، تو شیراز بهمون میگن سوربی. گفت اتفاقا چند روز پیش یا چند وقت پیش خونه فامیلاتون رفتیم کابینت زدیم. گفتیم خدا کنه حالا فامیلای ما پولشو درست بهش داده باشن، یه چایی یه نهاری پذیرایی کرده باشن، این به ما فوش نده. خیلی هم تعریف کرد، آدم با حالی هم بود. گفت آقا من الان شغلم مکانیکی نیست، الان کابینت و اینا میزنم، ولی کسی که الان غرق شده ماشینش خاموشه روشنی کابینت نمیخواد، مکانیکی بلدم کمک میکنم. گفتم ما چجوری این 100 دلار به دست شما برسونیم؟ گفت آقا یه جای دیگر پیدا کن، من الحمدلله وضعم خوبه، دوستان خوبی هم دور برمون هستن، ما این قسمت رو به اصطلاح پر میکنیم. دیدید میگن گلیم، میگن کارا مثل یک گلیمه، مثل یک سفره، چهار تا گوشش رو باید بگیریم با هم. شما امتحان کنید دفعه دیگه که میری سیزه به در، این گلیمو اگه یک نفر بگیره هی میندازه هی باد میبره، ولی چهار تاتون با هم اگر بذارینش، یکی سماوری، سنگی، نوشابه‌ای، شیشه عرقتون، قلیونتون رو بذارید روش، دیگه باد نمیبره. اینه که میگن خانواده سفره مثل یه سفره است، باید چهار طرفشو گرفت. خب اینو داشته باشید، ما زنگ زدیم آقای مباشری من از شما ممنونم، شما آدم بزرگی هستید، انسان هستید، انسانیت شما قابل قدرشناسیه و ما از شما قدرشناسی میکنیم. در آمریکا اون که گفت معجزه خواهد شد روزی فرا میرسد تو قرآن، مثل که گفته یک نفر از شرق فریاد میزنه صداشو در غرب میشنفن. آقا همینه که شما در شرق گفتی من کمک میکنم، بنده در غرب دارم از شما تعریف میکنم، از شما تشکر میکنم. آقا ممنونم از شما، امیدوارم دیگرانم همین قدمای کوچیکو بردارن. دوستان اون خانم زنوسی هم به شما گفت اگر اطمینان ندارید به شرکت های خیریه، چون یکیشو نمیدونم زن فلان شازده اومده خواهرش معتاد بوده همه پولا رو برچته رفته، یکیشو نمیدونم آقای فرخزاد برای کمک به زلزله زدگان تو کجا بود، ایرانی های بیچاره هم اونجا بودن، بعد پولا رو خوردن و با هم دعوا کردن و تازه طلبکار مردم هم شدن، زلزله بم تلویزیون ها آمدن، بعد دیدیم همه شون برای خانماشون بنز خریدن.
اگر به اینا اطمینان ندارید، بگردید افراد با شرف، انسان دوست رو پیدا کنید. حتی اگر 100% مطمئن نیستید، 50-50 که میتونید ریسک کنید. آقا شما 100 دلار میفرستید، والا بلا من فکر نمی کنم آقای مباشری اگه میخواست کلا سر من بذاره، من فوری تا میگفتم 100 دلار یه راهی پیدا میکرد ما این پول به دستش برسونیم. ولی با انسانیتش میگه آقای سوربی شما اینو یه جای دیگه یه جوری دیگه خرج کن، من اینجا بعضم خوب الحمدلله کمک میکنم به اینا. یکم هم راجع به ترامپ و اینا صحبت کردیم، گفتم آقا اصلا نگران نباش، آقای ترامپ نشسته برای شماها داره دعا میکنه و اینی که فکر میکردیم که میاد آخونده رو میزنه و میکشه و اینها، این مرده که خودش اینجا مثل خر به گل مونده بود، حالا تازه خیلی ها خوشحالن که آقا این دادگاه تبرعش کرد. نخه، کجا تبرعش کرد؟ داره دروغ میگه. اولا گزارش مولر، این یکی دادستانه آمده 4 صفحه نوشته، بعد این احمق بی سواد آخرش که نوشته با وجودی که در این چیزها رابطه دیده نمیشه، ولی این به اصطلاح تبرئه نشد، این باید باز بررسی بشه. وقت این اومده با پررویی میگه من کاملا تبرئه شدم. اون چیه کلمه رو آقای مصباح یا دیگر، آقای سلیمانی خیلی توی کار، آقای سلیمانی اون قسمت آخر این 4 صفحه بار رو بخونید، یک کلمه از بس کلمه رو کم استفاده میکنیم یادمون میره که کسی که میره دادگاه نه تبرئه میشه، کسی که تبرئه میشه بعد از محاکمه و اینها بهش میگن تبرئه، قبلش یه چیزی دیگه داریم. این براش بله exonerated، خیلی ممنون. حالا به فارسی هم برامون بنویس. حالا سلیمانی میگه آقا ما یک کلمه گفتیم تو شیراز، ببخشید اینو میگم آقای سلیمانی، تو شیراز مثلا اگه یک کاری یکی خوب انجام میداد میگفتن آقا مثلا این خوب فرمون میبره، هی دوباره هم بهش فرمون میدادن، اصلا خیلی جالبه ها، بهش گفتن فرمون، بعد میگفتن شما آقایی ولی فرمون ببر، طرف میگه آقا مگه من نوکرم؟ میگفتن نه شما آقا هستی فقط فرمون ببر. در صورت ممنونم، exonerated. بله، تو نامه‌ای که دادستان کلی که خود ترامپ به دلیل اینکه این مردک 18 صفحه نامه نوشته بوده که من اگر بشم دادستان میگم تا زمانی که تو آفیس هستی، تو وایت هاوس هستی، نمیتونن بیان محاکمه، یعنی مسئولیت پیدا کنی، باورت میشه مسئولیت تو آمریکا؟ این به همون دلیل این آورد گذاشت اینجا، تازه همین نوشت you are not مبرا شدن، باریکلا یه جورای با تبرئه شدن میخونه. بله، نوشتن که not exonerated، من این میگه که من totally exonerated، اصلا نخونده. طرف گفت آقا امکان نداره این 4 صفحه رو بخونه، 4 صفحه چیه؟ این نصفی صفحه هم نمیخونه. در هر صورت باز برگردیم با آقای مباشری تشکر کنیم از ایشون، شماره تلفنشون رو نشون بدیم، اگه شما هم یه جوری میخواین کمک کنید، اگه تو ایران هستید، دوستی که تو آلمان بود میخواست به ما کمک کنه، گفتیم حالا که خانمت مریضه به خانمت کمک کن، امروز اگه میخوای از طرف ما به اینا کمک کن. و من هم اینجا یه مبلغی الان جمع شده، اینو اگر کسی مورد اطمینان هست به اون به اصطلاح بدیم، در شیراز در گیلان فرقی نمیکنه، برای من که اینجا هستم شاید من توی تهران فامیل الان زیادتر از شیراز داشته باشم، یا به قول معروف اون شعری که میگفت همه ملک ایران سرای من است، یا اینکه آقای اندی گفت اهل هر کجا که باشی ما همه ایرانی هستیم. در صورت این شماره تلفن مال آقای مباشریه. یکی دیگه نوشته سلام دوستان، لطفاً اطلاع رسانی کنید که تالار بزرگ امپراتور آماده اسکان مسافران نوروزی بدون هیچ گونه محدودیتی می باشد، لذا خواهشمندیم در صورت تمایل همکاری کرده و آدرس مجموعه و شماره تماس این جانب را به آن دسته از عزیزانی که محلی برای اسکان ندارند بدهید. اینم
باز شماره تلفن شیراز نوشته، یه ایریا کد دیگه هم هست که من بلد نیستم، نوشته 917 126 78 15، 939 126 78 15. احتمالاً یکیش موبیلشه، تلفن همراهشه، یکیش تلفن محل کارشه. کجا هست؟ در جاده مرودشت تخت جمشید روبروی کارخانه آزمایش آقای حجت زاره. نکنه این همون زاره ای باشه که گفت آقای سرمی من زاره هستم، حالا شما اگه مردی به من زنگ بزن. گفتم آقا از بس عصبانی بودی یادت رفت که شماره تلفن تو بدی، من چجوری بهت زنگ بزنم؟ خب اینم یکی دیگه. ببینید آدمای خوب کم نیستن. اینم یکی دیگه، قابل توجه مسافران گرامی، مجتمع تعمیرگاهی نمایندگی نیسان شیراز قاسمپور از تاریخ 6/1/6 فروردین. ببین شیرازی ها میرن 15 روز اصلا تعطیل. ببخشید زنگ بزنی بگی بچت مریضه، میگی خب بهش بگونم بعد از 15 میبرمش دکتر. ولی الان نوشته از 6 فروردین تا 8 مسافرین نوروز عزیز که خودروهای خارجی آنها با پلاک شهرستان دچار خرابی شده و نیازمند به مکانیکی، جلوبندی، برقکاری، صافکاری، نقاشی می باشد، به صورت رایگان بدون دریافت اجرت تا سقف 3,000,000 تومان پذیرش و تعمیر می شود. آدرس بلوار سلمان فارسی، هم پیرنیای که 3 روز پیش من راجبش صحبت، 2 روز پیش، روبروی بانک ملت نمایندگی نیسان قاسمپور. ایشون تلفنش هم به انگلیسی نوشته، تلفن 713 730 308، 916 100 2075. ساعت پذیرش 9 الی 16، از 9 صبح تا 4 بعد از ظهر. لطفاً به مسافران عزیز اطلاع دهید آقا من دست یکایک شما دوستان رو میفشارم، روی ماهتون رو میبوسم، ممنونم، تشکر میکنم که یک همچین کاری رو انجام دادید که این مسافران نوروزی که فکر همه چی کرده بودن جز این که دیگه حالا از آسمون یک چنین بلایی بیاد، شما یار و یاورشون هستید. من خودم رفتم شمال و برگشتیم تهران، بچه‌مونم کوچیک یه جیان داشت، پارک خورم پارک کردیم بچه‌مونو ببریم بازی. وقتی برگشتیم دیدیم یک نامردی، این جیان میدونید سقفش برزن، با چاقو این سقف رو پاره کرده بود، همه چیای ما رو برده بود. بچه‌مونو با یه زیشواری، اونجا هم که اینجوری نیست شما بری چی بخری بیای، حالا 40 سال پیش با یه زیشواری ما از، یعنی شلواری که پاش بود و زیشواری که بود، ما از تهران آوردیم تا شیراز. و این اون کسی که این کار کرده یا دوز بوده یا معتاد بوده فلان، همیشه دیگه تو مغز ما موند. میدونه خیلی بده. یه شعری رو آقای میرزا آقاسی میخونه خیلی جالبه، نمیدونم یادت میاد، یه روزی خواب مرا رو بودی، مال مرا رو بودی فلان نا. بعد میگه که بعضی وقتا مالت که ببرن مهم نیست، ولی خوابت که آسایش فکریته اگه اینو ببرن مهم. ما دیروز یه دوست عزیزی که چند روز هم تو برنامه ما اومده و شرکت میکنه و اینها، من واقعا ازش ممنونم که با صبر و حوصله حتی پرخاشهای دوستان رو هم تحمل میکنه، دیدم که توی صفحهش یه عکسی گذاشته و من عکس گرفتم که نشون بدم، ولی بعد چون قانع شد اون حرفی که من زدم، من اسم ایشون رو بالای این عکس و اینا نشون نمیدم، فقط به اصطلاح این عکس رو به شما نشون میدم. و ببینید اینجا احتمالاً دوستانی که در آمریکا هستن میدونن یه چیزی هست به نام نشنال گارد. آخه چون ما میگیم گارد یاد سپاه پاسداران میفتیم. این نشنال گارد نمیدونم چی بهش بگیم، یه مثل یه نیروی ارتشیه، ولی ارتشی سنگینی نیست، داوطلبن همه، ولی بهشون یه حقوقی کمی میدن، نمیدونم سالی 2 هفته بالاخره میرن آموزش میبینن، بعد تو خونهشون حتی وسایل دارن که اگه یه طوری شد مجبور نشن برن پادگان و فلان اینها.
تا یه اتفاقی میفته یه جایی نشنال گارد دوستان با لباس میاد وای میسه که اگه الکساندریا رو آب گرفته طرف دکونشو ول کرده رفته سوربی نره تلویزیون رو دکونه رو بلند کنه. آقا خانم انصاف داشته باشید. پادگان زرهی آمده این ماشینایی که حالا اون وقتا ریو بود حالا همش بنزه بنز و فلان و اینا ریو هم بعد اول که آمریکایی بود ریو بود بعد که کهنه شد یه مشتی زیل و میل و گوز و گاز و اینا آورده بودن که اصلا فایده نداشت. خب ببینید میگه که دوشنبه 5 فروردین 98 شیراز حضور زرهی ها و نفربارای حکومتی در خیابان های شیراز. مردم خشمگین شیراز سوال میکنن با وقوع سیل زرهی ها در خیابان شیراز چه میکنن؟ آقا بی انصافا چه کار کنه؟ به طرف گروبانه، به طرف سروازه، به طرف سرهنگه بگی با پیکانت برو کمک کن، پیکانه رو که آب داره میبره. خب این نفر برای همین روزا باید از استفاده کنه. ماشین های شاسی بلند 4x4 بالا میرن مردم رو سوار میکنن، حتی بعضی هاش قایق همراهش میتونه ببره بکشه مردم رو سوار کنه. آمدم این عکس رو برای دوستمون فرستادم که بعد گفت شما درست میگی و اونو برداشت. ببینید همون نفر بری که مردم تو خیابون فوشش دادن، ببینید الان داره مردم بچه ها رو، ببینید اولا برای مردم داره چی میندازه. حالا ممکنه این عکس هم مال امروز نباشه، یه جای دیگه باشه. گارد ملی پلیس ایالتی که زیر نظر فرماندار ایالت ها هستن و وقتی پلیس نتوانست از شهر حفظ کنند گارد ملی کمک میکنند. آقا من ممنونم از توضیحاتون، من تا حالا نمیتونستم اینو تعریف کنم. پس به نظر میرسه که این گارد ملی تقریبا یه ارتش کوچولوی ایالتیه. اگه اون ارتش بزرگ چی بهش میگن مرکزی و مال دولت فدرال هست، این گارد ملی ایالتیه. خیلی ممنون آقا، متشکرم. میگه که آقای خوشنودی البته سابقه داره که بعضی از شهرهای دیگر از ایران فرصت نهایت سوء استفاده رو کردن. نامردهایی داریم که در یک پیچ در جاده شمال گازوئیل ریخته بودن که ماشین ها لیز بخورن و به هم بخورن تا تو کمپانی یا تعمیرکاران اون محل مسافرین رو پیاده کنن. حالا اونا دیگه خب نمیشونی شما به خاطر یه آدم بد همه زندگی تو فلج کنی. اگه یه جا تیراندازی میشه شما نمیتونی به خاطر یه تیراندازی که بیرونه دیگه بگی بیرون نرو، بچت مدرسه نرو. بعد آقای سلیمانی میگه ملر مثل کنت استار که پرورده کلینتون رو در دست داشت نیست. کنت استار بازرس مستقل بود و نه تحت سیطره وزارت دادگستری دادستان کل کشور و ملر اختیار و نظر مستقل ندارد و باید نتیجه را به دادستان کل گزارش کند و او که منصوب رئیس جمهور ترامپ با تایید سنا که اکثریت جمهورخواه آن را در دست دارد. خب آقا پچرا اینقدر دروغ گفتن؟ هی هر روز گفتن ملر نمیدونی، آقا این شق القمر میکنه. تا پری روز جمعه که دو سه روز پیش جمعه که این گزارش آمده بیرون، در کمتر از 2 سال 1100 مرتبه ترامپ به اینا فوش داده، گفت تهمت زده که اینا دنبال اینن که منو از بین ببرن. کی؟ کسی که خودش جمهوری خواهه، ریپابلیکنه، کسی که به قول شما منصوب از دستگاه اینه. ولی این احمقه، این شالاتانه، شالاتان احمق تا حالا ما نشنفته بودیم ولی خب حالا بهتون گفتیم دیگه. تا گزارش رو دادن اینم تازه عوضی فهمیده، گفت آنربول یعنی آدم محترمیه، اینجا تو به قاضی میگن آنربول، یور آنر فلان، اینا قاضی محترم فلان، این کلمه آنربول براش استفاده کرد. تو که تا دیروز میگفتی این ویچ هانته، یعنی دنبال ویچ چی میشه، جادوگر میگرده که وجود نداره و فلان اینها. 1100 مرتبه لینکشو پیدا کنید بذارید اینجا برای مردم ببینن که اینا شماره داره. چون نمیتونی همینجوری هر روز بیای یه حرف مزخرفی بزنی و بری، هیچ عدد و رقمی هم نباشه، هیچ کسی هم به شما نگه کی به کیه، کجا به کجاست. خب اون شیراز و اینها رو دیدید و حالا اولا
یکی از دوستان من دیروز نوشته بود شیرازی ها لطف و محبت خود را به رخ جهان کشیدن. گفتم آقا به رخ کشیدن بار منفی داره. من نمیدونم چرا شما سعی میکنید کلمات گنده استفاده کنید. اون چیزی رو که فکر میکنی بگو. آقا شیرازی ها به مردم جهان خودشون رو نشون دادن. خب دیگه من برم میگه آره خودشون نشون داده، خوب بود یا بد بود؟ حالا اینو بخونید. میگه که سالها بعد اگر کسی از من بپرسد شیراز و مردمش چطور هستند، پاسخ خواهم داد شهر من شهری است که با وقوع سیل کرایه تاکسی 1,000,000 تومان نشد، اشاره به برف سنگین تهران، یا نان بسته‌ای 25,000 تومان نشد، اشاره به وقوع سیل در شمال، بلکه مردم در مغازه ها و خانه هایشان را بر ملت و همشهری خود باز کردند، هموطن خود باز کردند و مجانی ماشین و تلفن همراه آنها را تعمیر کردند و نگذاشتند احدی شب را در خیابان زیر باران سپری کند. شهری که مردمش تا صبح با تهیه ملزومات مسافران کنار آنها ماندند تا احساس غربت و تنهایی نکنند. شیراز من، اینم هشتگشه. خب باید همه ایران ما اینجوری باشه، نه فقط شیراز اینجوری باشه. من مطمئنم که هست و خیلی ممنون که دوستان به ما اون به اصطلاح همیت و هموطنی و عرق ملی رو یاد دادید. خب دوستان عزیز، ما عکسایی داریم گاهی وقتی به شما نشون میدیم، با یه عکس شما شاد میشی، با یه عکس افسرده میشی، ولی مجموعه است دیگه، زندگی خوب و بدش باید بسازی. این آقای پرستویی هم اینجا نوشته مردم شیراز را جهان شناخت. اتفاقا اینم از همون جمله که بار، از همون کلماتی که بار منفی داره استفاده کرده و من زیر اونم نوشتم. فکر کنم اینو آقای اکبری گذاشته بود. حالا چرا عکسم باز نمیشه من نمیدونم. بله، یکی از چیزایی که واقعا قلب آدم رو میشکنه توی این سیل، ماجرای عروس و دامادی بوده که گویا اینها برای ماه عسل از آمل رفتن شیراز و عروس خانم بیچاره غرق شده، چون ما دیدیم ویدیوهایی رو که آقا دست زنش رو گرفته، زنه آب میبردش، مرده آب میبردش، سه نفر چسبیدن به یک تیر چراغ بر، یه آب محکمتری میاد همه رو میبره. و واقعا نمیشدم بگیم اگه چیزی بدتر از این میشه. بله، وایسادی کنار خیابون بچت میدوه میره ماشین میزنه بهش، برای اون بدتره، برای این بدتر. خب بذارید آقای پرستویی رو هم نشون بدیم. میگم این هنرپیشه ما هست، ببینید از کلمات نمیتونن درست استفاده کنن. مردم شیراز را جهان شناخت، خیلی قشنگ، تیتر خوبی. پرویز پرستویی نوشت مردم شیراز انسانیت را به رخ مردم جهان کشیدن. آقا این خط غلطه، این یعنی فیس افاده دادن، یعنی چیکار کردن، چی میگن، پوز دادن. در پی سیل ناگهانی بلافاصله جان خود را به خطر انداختن و از همه طرف به کمک شتافتن. مردم در منازلشان را به روی آسیب دیدگان باز گذاشتن. هتلداران شیرازی هتلها و غذاهای خود را مجانی در اختیار مهمانان نوروزی گذاشتن. خیلی ممنون، متشکرم. این از این. و نمیدونم این عکس رو نشون بدم یا نه، چون بعضی وقتا یه عکس رو ما نشون میدیم بعد دو روز دیگه طرف میگه آقا اینو یه مریضی گذاشته اینجا، این خانم زنده است، اصلا این عکس مال یکی دیگه است، فلان اینا. ولی اینه، حالا ساناس که تو ایران زیاد داریم، ولی میگن زیباترین سین سال، زیباترین سین سال ما رو سیل برد. ساناز قشنگمون رفت، ساناز قشنگم رفتنت رو چجوری باور کنم و قدر همو بیشتر بدونیم. عکسش رو نشون نمیدم چون اینجوری وقتی عمومی بگی دیگه فردا دیدید که یه عکسایی میفرستن، یه چیزایی میگن، بعد میگن آقا اصلا این درست نبوده. خب اجازه بدید که ما توی این عکس ها یه چند تا عکس هم مال چند روز گذشته داریم، اونا رو هم به شما نشون بدیم و بهتون بگیم. من چند روز پیش رفتم روی
بالاترین، بالاترین اولی که اومد واقعا هم بالاترین بود و خیلی یه دفعه همه رفتن سراغش. و اون موقع هنوز فیسبوک اینا مثل که نبود و نمیدونم، یکی میگو 5 میلیون اوباما بهش داده فلان بیسار اینها، ولی ببینید امروز به چه روزی افتاده بالاترین. اولا بعد از انتخاب رئیسی یا انتصاب رئیسی، چون انتخاب نبود، انتصاب رئیسی، ببینید چی نوشته. و جالب تر از اون تعداد اونایی که به اینا مثبت میدن، نوشته اولین گوز مشترک رئیسی و خامنه ای صادر شد، 38 سال زندان برای نسرین ستوده به اضافه 200 شلاق نسرین. خب ببین از اون ور توی جمله داره اسم نسرین ستوده رو میاره، از اون ور اون احمقی که اینو گذاشته اینجا نوشته اولین گوز مشترک. دومیش نوشته احتراماً از دوستان گرامی دعوت می‌گردد تا اجماعاً برینیم به عمامه و سراپای خامنه‌ای و خمینی و همه آنها که دنبال رویشان هستن. حالا دوستان اینا یه عده هستن که فکر می‌کنن این جنبش‌های تنبونی جلو تلویزیون یا جلو دوربین یا جلو کامپیوتر وظیفه‌شون انجام دادن. اگر وظیفه‌ای باشه، من بارها گفتم هیچ کس وظیفه‌ای نداره، اگر کاری انجام میدیم این خدمت. وظیفه موقعیه که آقای خوشنودی به من 100 دلار بده بگه بیا اینجا مثلا وایسا تا من برم نمیدونم نون بگیرم بیام سوار ماشین بشم، من دارم در قبال اجرتی که گرفتم وظیفه‌مو انجام میدم. ولی اگه من دیدم آقای خوشنودی نون گرفته دستشه داره میره کیسه پلاستیکم دیدید میره فروشگاه میگه من یه نونی میخوام اینا، چیزی هم با خودت نمیبری، ماشین دم نمیبری، میگی دو تا قدم میزنم بعد میبینی ای وای اینقدر چی خریدی، حالا انگشتار این کیسه پلاستیکی ها رگ و عصب و اینا هم خراب میشه. خب من اگر خوشنودی رو دیدم بوق زدم برق ازش پرید تخمقاش افتاد شکست، اون که فرشم میده، ولی اگه وایسادم بغلش قشنگ گفتم آقا مجید بیا من میرسونمت، من به ایشون دارم خدمت میکنم. ما ایرانی ها هنوز تفاوت خدمت و وظیفه رو نمیدونیم. طرف میگه شاهنشاه خدمت کرد، میگم مردک حقوق گرفت بیشتر از حقوقش هم دزدید خورد برد، پس بردام لابد بچه آقا زاده ها میان به من و شما میگن اینا خدمت کردن. اینا خدمت نکردن، اینا وظیفه‌شون انجام دادن تا اونجایی که حقوق گرفتن، بالاترش که دزدیدن بردن باید بیان جواب پس بدن. بلد نیستیم. هنرپیشه ما مینویسه شیرازی‌ها خوبیشون رو به رخ مردم کشیدن. آقا خوبیشون رو به جهان نشون دادن، خوبیشون رو به ما نشون دادن. خیلی هم بزرگش نکنه، جهان عین خیالش هم نیست. جهان پورتوریکو اینا هنوز داره التماس میکنه مسافرا بیاین، ترامپ که پول ما رو میخواد بره بده ارتش رو بره نمیدونم تو آسمون هم بجنگه، بیاین ما رو حمایت کنی. پورتوریکو جزو آمریکاست. حالا این متخصصان سیل و آب و برق و من میخوام بیارم اینجا یه دو تاشون ببرم پورتوریکو، هنوز برق ندارن یه قسمتایشون، هنوز آب نوشیدنی ندارن یه قسمتاشون. ما نمیخوایم کسی رو تبرئه کنیم، من و شما بی عرضه کسی رو نگرفتیم که حالا من بخوام تبرئهش کنم. قادیدی بهت گفتم ولی تو این شرایط این چرا داره اینو میگه؟ برای که من دارم حقیقتو میگم. اون تلویزیون مال عربستانه، گور پدر عربا، گور پدر اینایی که پول میگیرن، گور پدر آخوندا، گور پدر من و شمایی که به غیر از گور پدر گفتن بلد نیستیم. ولی داره حقیقت میگه، میگه آقا تغییر آب و هوا به اضافه عدم مدیریت یا سوء مدیریت، عدم که مدیر هستن دارن پول خوبم میبرن، سوء مدیریت. سلام آقای سوربی، چرا در یوتیوب کامنت ها باز نیست؟ تا وقتی که این اینترنت ما تو ایران ضعیف میشه از طریق فیسبوک نمیتوانیم برنامه رو ببینیم، بر روی یوتیوب میبینیم و میتوانیم سوالی از مهمانان محترم شما بپرسیم. والا تو قسمت برنامه زنده اگه من بخوام یوتیوب رو هم خودم زنده نگه دارم و چی کنم بذارید براتون توضیح بدم. ما این سیستمی که داریم با چجوری به شما بگم، مثل یه اتوبوس، مثلا مثل یه مینیبوس. مینیبوس ها چند نفر سوار میکنن؟ 14 نفر، 20 ما 14 نفر، 30 نفر میشینیم توش. نمیتونم برات تعریف کنم سیستم ما، نمیتونم و خودم هم نمیتونم اونم باز بذارم، این ورم چتشو باز بذارم، شما بنویسی منم باید کلکل کنم. اول برنامه اگه ندیدی برگرد برو ببین، خواستن در حد توان توانستن است. آقا من یه پیرمردم،
تو ایران اگه بودم تا حالا 3 بار بازنشست شدم، البته اینجا 3 بار نشستم باز شده، از بس زحمت کشیدم. ولی باید ببینم چی کار میتونم انجام بدم. همینم که دارم یه لکلکی میکنم این فیسبوک باز، شما بتونی این ریل تایم، یعنی در همین زمانی که شما تو زرگون نشستی من اینجا نشستم با هم صحبت کنیم، خودش برای من کار خیلی بزرگیه، چون قبلا اینجوری نبود. قبلا طرف باید کلی پول میداد زنگ بزنه، بعدم اینقدر پشت خط نگهش میداریم تا 100 تا فوشمون میداد، میگه آقا من زنگ زدم نیم ساعت پیش و اینا. در ساعت اون رو یه نفر میتونه بذاره مثل خوشنودی، بذاره بغلش هم چت، خودش هم بشینه چت بازی کنه. نمیکنن. خوشنودی میگه من خولم مثل سربی. حالا خوشنودی میگه آقا امروز بعد عیدی به ما جایی که ما عیدی بدی گیر دادی به ما، خوشنودی رو ولش کن. سعید رو میگیری، سعید میگه آقا من خولم، پو میشم میرم مکزیک میشینم تکیلا میخورم، بیام بشینم اینجا این سربی مزخرف بگه، بعد یکی که میخواد به این فوش بده من بشینم با اون فوش وضعیت کنم. نمیکنن آقا. یه زمانی بود این کارا رو انجام میدادن، اون موقعی بود که تلویزیونای ایرانی شکوفا شد. الان طرف میگه آقا هر وقت رسیدم نگاه میکنم، هر وقت نرسیدم هیچ. ولی ناراحت نباشید شماها، تا این دوستان رو ما داریم هیچ غمی نداریم. کدوم دوستان حتما میپرسید؟ الان بهتون نشون میدم، الان بهتون کمپوزیسیون رو نشون میدم. ایران سکولار، بیا بریم. خب آقای محمود دارابی، به به دارا، اون شهر زیبا پرتغال و لیمو و اینها، و سر راه بندرعباس یه جورایی میست که از دارابم رد میشد، بعد تغییرش دادم. دست را آقا خانم چه نشستی؟ همون جوری که 12 فروردین 1358 رأی دادی جمهوری اسلامی آری، الانم بیا رأی بده. ما که آدمای خوبی هستیم و رأی مردم احترام میذاریم. شما گفتی جمهوری اسلامی بهت دادیم، حالا بعدت اومده بیا رأی بده. در 40مین سالگرد رفراندوم جمهوری اسلامی میخواهیم در یک پژوهش علمی بار دیگر جمهوری اسلامی آری یا نه را مورد نظرسنجی قرار دهیم. از تمام ایرانیان با هر گرایش و سیاست دعوت می شود تا به طور امن و با رأی مخفی، آخه یکی به اینا بگه پف یوزا ازگلا، چجوری شما میتونید به مردم بگید این سایتتون امنه وقتی که کپیتال وان اینجا، وقتی که نمیدونم امریکن اکسپرس، وقتی که بانکای بزرگ از چیس گرفته تا هر کدومشون چیزای اطلاعات مردم رو دادن رفته براش برای که هک شدن. آقا تو ریغینکی آمدی میگی به طور امن و با رأی مخفی در این رفراندوم واقعا مزاجی باید باشه، مزاجی مجازی شرکت کنیم. میگی یادش بخیر دنده جیان مثل امشی بود. بله. و از تمام ایران با هر گرایش سیاسی دعوت میشه تا به طور امنیت شرکت کنن. بعد اینجام نوشته که جمهوری اسلامی آری یا خیر، بعد نوشته take this survey powered by نمیدونم surveymonkey.com create your own survey for free. یعنی چی؟ یعنی اینی که میگه بیاین اینجا رأی بدید جمهوری اسلامی آری یا خیر، یه وبسایت مجانی به اینا آفر داده که آقا بیا آمار بگی. من الان که دارم با شما صحبت میکنم بغل این فیسبوک میتونم بگم که رنگ بلوز من یا پلوور من سیاه هست یا قهوه‌ایه. اگه قهوه‌ایه یه بار بزن تو سر خودت، اگه سیاه هست دو بار بزن تو سر خودت. شما هم میزنی یک دو، بعد آخرش هم بگم 100 نفر از من بیکارتر آمدن رأی دادن. این رأی گرفتن، نظر خواهی کردن الان یه چیز رایجی شده. وقت این اومده حالا ببخشید آدم دیگه باید به اینا فوش بده. آخه دایوس اون آقای علی جوانمردی هم آمد یه همچین گوی خورد، بعدم گفت ما اینو میبریم میدیم به اونایی که از ما بهترون هستن. ها شما تا حالا ندیدی اینا رو، حالا خودش در دام زم افتاده بودا، شما ندیدی اونا رو. من فکر نکنید اینا مثل اونا هستن، ما میبریم اینا رو میدیم به اونایی که خیلی مهمن. چه غلطی کردی آقای علی جوانمردی که حالا این ایران سکولار جمهوری اسلامی آری یا خیر؟ آقا خیر، شما چه غلطی میخوای بکنی؟
100% مردم گفتن خیر. چه غلطی میخوای بکن؟ 5% مردم گفتن آری. اونا رو میخوای چه غلطی بکنی؟ ایناست که عمر ما رو داره برباد میده و دلیلی هست که من اینجا بیام اون باقی مونده عمرتونم برباد بدم. خب عیدی میخواین؟ بیا ناراحت نباش. دلار 69 ریال، 6 تومن و 9 زار. گفت یوسف دو تا بچه شهری. خب اینو داشته باش. میگه که دکتر حسین پیرنیا دورنمای اقتصادی سال آینده، این مال نوروز 1351، آغاز سال پربرکتی است پس از چند سال خشکسالی متوالی. حالا ببینید اون تیتر بالاش دلار 69 زار، ولی این پایینش بدونی که من بدونم راجع به خشکسالیه. آقا خشکسالی در ایران همیشه بوده، از اون ور سیل هم بوده. اونایی که بچه شیرازن یادشونه. اتفاقا من برای این دوستمون نوشتم آقا من خودم یادمه اونجا سیل آمد، این مرودشت رو آب گرفته بود و هوابرد شیراز با همون ماشینای ریو، اون موقع هم گوز و گاز و اینا نداشتن هنوز، ریو و جیپ و نمیدونم تانک نفر برداشتن یا نرفتن اونجا. آقا تو اگه داشته باشی غرق بشی، من هیچ چیزی نداشته باشم به غیر از یه تانکی که لوله توپم روشه بیام بگم دستتو بگی بیا بالا، شما میگی این تانک چون توپ روشه من نمیام؟ آخه چرا مزخرف میگیم؟ چه دردی افتاده تو درد جون ما؟ من دردشو بهتون میگم. ببینی تونل زمان دکتر حسین پیرنیا، این برنامه اتفاقا لا اتانه مال من و تو بوده، چون اونا یه برنامه دارن به نام تونل زمان. همین دیروز یک ویدیویی رو برای آقای اکبری فرستادم که تو تونل زمان تعریف میکنه که اول نمیدونم مهر آقای رضا پهلوی ساعت 8 کلاس سوم با کیف سمسونت داره میره دبستان رضا پهلوی، خواهرش هم کلاس اوله. برای آقای اکبری نوشتم ببین یه نفر چقدر باید نادان باشه که بیاد اسم مدرسه ای که بچهش میخواد بره اونجا، مدرسه رو ساخته بودن کنار همین کاخا، اسم اون مدرسه رو هم بذاره دبستان رضا پهلوی، به جایی که بذاره دبستان کوروش بزرگ، به جایی که بذاره دبستان نادرشاه، به جایی که بذاره دبستان عمر خیام، که بچه بپرسه عمر خیام کیه، گذشته رضا پهلوی، به جایی که بذاره اسم باباش رو بذاره دبستان رضا شاه. بعد بچه ها میرن اونجا، برید نگاه کنید همین فیلم تونل زمان مال چیه، با کیف سمسونت. کدوم یک از شما با کیف سمسونت رفتید مدرسه؟ اون بچه های دیگه با این کیفایی که تازه ما کیف نداشتیم، ما کتابا رو میگرفتیم دستمون بعدم بازی میکردیم تا میرسیدیم مدرسه، تو آب و گل و اینها افتاده بود. خب آقای سلیمانی میگه حالا این رفراندوم که توسط افراد در بیرون قدرت هستن چه نتیجه ای دارد؟ آها در بیرون قدرت، نه در بیرون کشور. و اگر از حکومت تقاضای رفراندوم کنیم، بنده هرگز حکومتی را در قدرت نمیشناسم که اجازه به برگزاری یک رفراندوم برای رفتن و یا بقای خود ترتیب داده باشد. آقا خدا پدر و مادرتو بیامرزه. ما اگه ماچت کنیم که حالا فکر میکنی گی هستی، نیستیم، ولی حرفی که میزنی قابل بوسیدنی. ما داریم همینه میگیم، هی میگم آقا فرانکو تو اسپانیا، فرانکو اگه رفراندوم کرد بچهشو آماده گذاشته بود، خودش هم گفته بود من اینجوری، و یعنی گفته بود اینو نمیخوان بیا اینو بگیرید، نگفته بود اگه اینو نمیخوان منو با تیپا بزنیم بندازیم بیرون. ولی شما اصلا نگران نباش، اینا وبسایتاشون خیلی مخفیانه، خیلی عالی. ولی برگردیم به دلار 69 زاری که از همه چی بهتر. 69 زاری، 6 تومن و 9 زار، 69 ریال. خب ما کش میبستیم دور کتابمون، باریکلا یادمه، منم یادمه، ما بند مال مثل مال شیرینی فروشی ها میبستیم، یادم گرفته بودیم اینجور ضربه درین هم مثل به علاوه که چی نشه، اینجوری میآوردیم بعد از این بر میبستیم، مثلا میذاشتیم تو پیرنمون اینجوری، یه کتاب داشتیم یه دفتر داشت. مدادام که از بس تو خیابون مداد بازی میگه قمار میکردیم با مداد دیگه، یه مش مداد شکسته اینقدی، تا بعد شد خودکار که این خودکار هم همه زندگیمونو زد جوهر، از بس هی نشستیم فوتش کردیم، هی ساچمش در اومد، بعد بختی ها میکشیدیم.
بله میگه ما کتابا رو میگذاشتیم توی پلاستیک، شما وضعیت بهتر از ما بوده آقای زمانی ها، من از این شما شدی هنرمند، من و این آقای اکبری دوتامون شدیم کارگر. در هر صورت دلار 69 ریال بهترین ایدی مردم. نگاه کنید دوستان، تو رو خدا برگردید 6 سال قبل از انقلاب، حتی همینایی که ادعا میکنن ما پاسپورتمونه که در میآوردیم تو فرودگاه همه دلا میشدن قنبلشون میکردن هوا. میگه که دلار 69 ریال بهترین ایدی برای مردم. بابای کارگر من، بابای قاضی شما، بابای اون یکی که معلم بوده، بابای اون یکی که راننده تاکسی بوده، دلار 69 زاری چه عیدیه برای اون؟ چه عیدیه؟ اگرم میخواین بگید که خب مثل الان که دلار که گرون میشه گوشت گرون میشه، اون موقع دلار ارزون بوده گوشتم ارزون بوده، مگه شما نمیگید اون موقع ما انقدر تولیداتمون خوب بوده و زیاد بوده که هیچ محتاج خارج نباشیم؟ اگه شما محتاج خارج نباشی، قیمت دلار و تغییراتش در قیمت اجناس و لوازم مردم تغییری نخواهد داد. بفرمایید بخونید. نوروز 1351 آغاز سال پربرکتی است. پس از چند سال خوشسالی متوالی در سال جاری ایران یکی از پربرف و باران ترین زمستانهای نیم قرن اخیر را پشت سر می‌گذارد. در نتیجه این برف و باران در سال آینده مراتع سبز و خرم. یه احمقی مال همین جمهوری اسلامی تو این سیل و میل قبلی رفته بود یه جا گفته بود همه خوشحال بودن، حالا درسته که گلیمش آب برده، یه برش آب برده، ولی میدونه که سال آینده یا به اصطلاح بهار و اینها مراتع سرسبز و اینا، انقدر بهش فوش داده بودن. ولی ببینید اونا امروز دارن حرفای کیو تکرار میکنن. حسین پیرنیا کی بوده؟ دکتر. این همون پیرنیایی که استاندار شیراز بود نبود که اون بلوار پیرنیا و اینها رو هم به نامش کردن؟ در هر صورت در نتیجه اینجوری و بالاترین محصولات کشاورزی رو خواهیم داشت، اکثر حد نصاب خواهد داشت و اکثر سیاست‌های مالی و پولی مانع نه گوشت و کره و پنیر و ماست، من نمیتونم این کلمه رو چسبیده به هم چون این مجله خب قدیمیه، یه نفر از تلویزیون من و تو عکس گرفته، من از یه عکس اون عکس گرفتم. خلاصه میگه میوه فراوانتر و مرغوبترین و اینها رو خواهیم داشت. در سال 1351 درآمد ایران از نفت و گاز به مبلغ هنگفت 2 میلیارد دلار بالغ خواهد شد. اونایی که همین نیستن آقا ما تا زمان شاه نمیدونم چند میلیون، ببینید در سال 1351 میگه من نفت و گاز به مبلغ هنگفت 2 میلیارد دلار بالغ خواهد شد. درآمد استثنایی که در دنیا در طول زمانهای دراز کمتر نظیر داشته. دوستان این پول زیاد بود که شاه رو بدبخت کرد. یه بار امتحان کنید به بچه‌تون، اگه مثلا من نمیدونم دیگه الان این روزا هفتگیه اینا چند میدین، بچه های من سالها بزرگ شدن، حالا موقع نوبت اوناست که من روزونه بدن. الحمدلله هر روز هم ازم سوال میکنن بابا اوکی هستی؟ پول داری؟ همین امروز پسرم گفت که دوتا مانیتور برات خریدم میارم جمعه، گفتم خب خیلی ممنون و الحمدلله. درست برگردیم سر چی بود ماجرا؟ آها نقل پول خراب کردن. یه روز به بچه‌تون امتحانش کنید. وقتی رفتی مال هر هفته میری مال گریه و زاری میکنه برام اینو بخر، شما میگی نه 15 دلار خرج کردی دیگه نمیخرم، یه روز یه 100 دلاری بهش بده، بگو بابا این 100 دلاری مال شما، ببین چجوری تو یه ساعت گندش میزنه خرابش میکنه. این ماجرا شد پول هنگفت. آدمای دزد نیومدن با مردم تقسیم کنن، همه رو 69 ریال ایدی برای مردم، همه دلارا رو خریدن. اینی که فلان تیمسار قبل از شاه اومده بود آمریکا مطمئن بشه بچه‌هاش هم آمریکا دنیا اومده بودن، با این دلارا اومده بودن آمریکا، با پولایی که تو قراردادهای درست همین ماجرای آخوندها. چیزی که هست آخوندها ابعادش زیادتره و ما بیشتر میفهمیم چون اطلاع رسانی آسان‌تر شده.
پول بیشتر، تعداد نفراتشون زیاد. اگه اون موقع میگفتن 1000 خانواده، حالا شما بگو 1,000,000 خانواده دوز شدن. اگه اون موقع میگفتن خانواده اطرافیان شاه، حالا خانواده اطرافیان ملا. ملا ها رو کی زیاد کرد؟ شاه. همه اینا رو مثل فرمول بنویسید بذارید کنار هم، ببینید به کجا میرسید. صحبت از شاه شد. شاه که میشه گفت چون که صد آمد، نودم پهلوی چی میگه، نودم پهلوی ماست، بیاین بریم سراغ شازده. که این مردک نادان، من نمیدونم یه نفر نیست تو دستگاه این روزی $10 بگیره وقتی این میخواد یه شکری بخوره، اول اون مزه مزه کنه، بعد به این بگه آقا این شکره نخور، این شکر نیست، توش فلان کرده. حالا بهتون یه چی نشون میدم، ببینم گذاشتمش اینجا یا نه. نگاه کن اینو کی فرستاده نمیدونم، ولی ببینم اینجا مینویسه حامد سالار، مناظره سیاسی ایران. من والا هنوز که هنوزه نمیفهمم اینا چجوری، کی منتقل میشه، به کجا میاد، ولی بعض وقتا که شیر میکنم ببینم اسامی دیگران هم هست. شما اینجا نگاه کنید، نوشته این زیر، این زیر بهتون میگم، نگاه کنید، میگه رضا پهلوی پورین که تو پرانتز ایرانی کشون را به مردم اسرائیل تبریک میگوید، امان از بیریشگی. حالا نگاه کنید اینجا، جشن پورین بر ملت اسرائیل و همه یهودیان جهان که برای شکرگزاری از منشور آزادی کوروش و برگرداندن یهودیان به سرزمینشان در ایام نوروزی برگزار می کنند، خجسته باد می گویم. جشن پورین بر ملت اسرائیل و همه یهودیان جهان که برای شکرگزاری از منشور آزادی کوروش و برگرداندن یهودیان به سرزمینشان در ایام نوروزی برگزار می کنند، خجسته باد می گویم. دوستان ما بارها، چه موقعی که آقای مصطفی زاده اینجا برنامه داشت، چه موقعی که اون آقای موسوی گهگاهی می اومد صحبت میکرد در تلویزیون فیرفکس و اینها، ماجرای پوریم رو یادتونه میگفتن نرو بیرون، مثلا تو شیراز میگفتن بچه ها رو میترسندن، میگفتن نرو بیرون، جودا میان میگیرن میبرن میکشن، جودا خون میخورن. حالا برید ماجرای خون نوشیدن رو، جشن پوریم و اینها رو شما ببینید. و این احمق و نتنیاهو وقتی آمد اینجا کتاب استر رو داد به اوباما، گفت ما دفعه قبل کارمون رو تموم نکردیم با ایرانیا، و این بیناموس برای پول میره اونجا. نگید چرا به این میگی بیناموس، برای که اگه بیناموس نبود تکلیفش رو با مردم معین میکرد، برای پول. احمق، اینا 1000 جشن دارن، اونا رو تبریک بگو. جشن پورین، بله پول فقط یک وسیله است، درست میگه آقای کاووسی، میگه پول فقط یک وسیله است، افراد، انسان، حکومت بیشعور با هر وسیله میتونه خود رو نابود کنه. راست میگه، شما اگه چاقو نداشته باشی، تفنگ نداشته باشی، با شیشه بزن تو سر خودت، برو عقب محکم بیا سرتو بزن تو دیوار میمیری. درست میگی آقای کاووسی، سال نو دوباره. بله میگه پس چرا کمدین ها به نام طنز در تلویزیون شاه انتقاد از گرانی و ناتوانی مردم از خرید و برنامه داشتن؟ خانم این مزخرفات چیه شما میگی؟ کجا همچین اتفاقی میافتاد؟ خود من فیلماشو نشون دادم، ولی شما اگه جرئت داری به این شاه اللهیا بگو آقا خانمه خیلی هم تیتیش مامانی آمده بود میگه من امسال پرتقال نمیخرم، ولی اینا میگن نه پرتقال که خریدنی نبود، اصلا سر عید که میشد شما ماشینتو میبردی، همه ماشین داشتن، ماشینو میبردی، ما بچه مدرسه ها همه کیف سامسونت داشتیم، از کلاس سوم کیف سامسونت داشتیم میبردیم، چلو کباب میریختن توش، پرتقال میریختن توش. اصلا همین داستان های مزخرفی که ادیان مختلف میگن که تو خیابون جوب شیر و عسل و اینا هست، زمان شاه اینجوری بود، و الا ما که میرفتیم دروازه سعدی داشتن اون موقع فرقه ولیعهد می ساختن،
این جوبای دروازه سعدی که میمد اونجا ول بود، میرفتیم جلوشو میبسیم، میرفتیم آب میافتادیم، پوست هندو نمیومد، تخمای نمیدونم طالبی میمد، اون بالا یکی جیش کرده بود توش میمد، بعد هم میمد این سرمون تکون میدادیم به سگ، خوش میشدیم و میرفتیم. اینجوری نبود که، این ور یک جوی بود شیر، اون ور آب، اون ور عسل. میپرسیدن شما امروز میل داری تو کدومش شنا کنی؟ خجالت بکشید. طرف اومده دهه پنجاهی ها نوشته که کردیت کارت این آمریکایی‌ها از کوروش تقلید کردن. باورتون میشه؟ حتما میگید سوربی دیگه امروز مسته. باور نمی‌کنید نه؟ بهتون نشون میده. بله. اینا صبر کنید. من میخوام یه روزی، حالا سال قبل که نتونستیم، امسال این خانم دکتر سپهرار رو التماس کنیم که بیان ببینن درد ما ایرانی ها چیه واقعا. چون قرار نیست که ما بریم به دکتر بگیم دردمون چیه. یه خانمی به دکتر هولاکویی زنگ زده بود، داشت میگو که بیمارستان بودم 21 روز من خوابوندن، به من میگن تو مالی خولیا داری، هلوسینیشن داری، فلان اینا، اینا همشون اشتباه میکنن. دکتر میگو خانم تو داری پسر بیچارت که خودکشی کرده، دخترت که اینجوری، برادر شوهرت اینجوری، شوهرت اینجوری، شما داری؟ حالا شما بیا به ما بگو واقعا چه چیزی با ما رانگ شده که همه چیز خوب دنیا رو میخواییم بچسبونیم به خودمون، چون هیچ چیزی نداریم الان که بهش افتخار کنیم. چون امروز چیزی نداریم، هی میریم تو قبرستونا دنبال استخون میگردیم، استخون خر و سگ و هر میداریم میگیم پدران ما اینا بودن. بهتون نشون میدم، فکر نکنید من الان دیوونه شدم، یک لحظه، من همیشه دیوونه هستم. ایران عکس این آقای کوروش و اینو بهتون نشون بدم، نگاه کنید. بعدم برای که کسی که اینو میبینه باور کنه، بالاش ببینید چی نوشته. کامرای دو مال شما، نگاه کنید دوستان. نوشته محققان دانشگاه شیکاگو مفهوم کارت اعتباری و بن را مربوط به هخامنشیان میدانند، زیرا مسافرانی که به دستور شاه سفر می کردن لوهای گلی با خود داشتند که به جای پول استفاده می شد. اون از زیرش هم اومده نمیدونم یه بیسکوت خود شده کپک زده رو برجسته عکسش نشون میده، درست هم اندازش اندازه همین کردیت کارته. منم خدمت شما سلام میکنم، درود میفرستم بهتون، سال نو بهتون تبریک میگم. دوستای شما به ما حمله کردن، بهشون گفتم بابا این دوستان منقلی چقدر آرام باشید. طرف میگه که آقای مسعود صدر شعر بدتنبونی گفته برای ملت بدتنبونی. اینقدر احمق این خانم، نمیفهمه. تو به من که توهین نمی کنی، تو داری به ملت توهین می کنی. ضمن این که من آمدم میگم روان شاد آدم خوبی بود، ولی شعراش بدتنبونی بود. این چیه اون شعره؟ حالا پیداش کنم بهتون نشون میدم. اگر آش هست همین آش هست همین کاسه، خب که چه کار کنیم؟ و تازه اینا فکر کنم با یه شعر گفتن اینجوری آقای فرخ که میگه اینها مردم رو بیدار میکنن، برگردیم به اینجا یادم نره. اینو که من دیدم ورداشتم زیرش نوشتم سالها پیش اینجا داشتن جاده میساختن و ما که وایستاده بودیم میدیدیم که این بولدوزر بکو نمیدونم اینها که میزنن میکشن بیرون، تیرای چراغ برق قدیمی و سیم و سیمام که میمد بیرون، سیم تلگراف بود، سیم تلفن بود اینها، و این آمریکایی‌ها یکم به ما پخ آقای پرستویی تمدنشون رو یا تجددشون، اینا تمدن ندارن اینا تجدد دارن، تجددشون رو به رخ ما میکشیدن. به رخ کشیدن خوب نیست عزیز من، شما هنرپیشه هستی. خب ما دیدیم خیلی بده، ما که کم نمیاریم، ایرانی پر رو شیرازی دیگه بدتر. من گفتم شما چرا اینقدر پوز میدید؟ شما بیا برو همه جای ایران بریز به هم، یه دونه نسیم تلگراف میاد بیرون، نسیم برق میاد بیرون، برای که ما از همون زمان هخامنش این کردیت کارت که داشتیم هیچ، تلفن همراه داشتیم، تلفن همراه که سیم نمیخواد احمق. نکنید این کارو، والا میخندیم به خودمون، نسل بعدی مسخرمون میکنن. متاسفانه نسل بعدی هم ما همش امیدوار بودیم یه نسل خنگ و
لوس و نونور این تتلو اومده تو وسط برنامه ازبکستان تاجیکستان به مردم میگه بریم حالا نمیدونم گل بکشیم فلان کنیم. میخواد آقا مرده که النگ تو نمیخواد بگی، همه میفهمن تو یه معتاد لو لایف پس فطرتی هستی، اون قیافت اون هیکلت اون کارهایی که انجام دادی نوکری رئیسی و نوکری آخوندا و اینها، این هنرمندمون اون نسل پنجا چی؟ نسل پنجا طرف میگه نسل پنجم، میگه آقا نسل پنجم یعنی 125 سال از چی گذشته؟ هر نسلی 25 ساله که الان دارن روش صحبت میکنن که نسل باید 30 سال باشه، چون دیگه کسی 20 سالگی و 22 سالگی ازدواج نمیکنه که 25 سالگی بچه دار شده باشه، همه 29 28 30 تازه همون هم داره میبارتن. متاسفانه کار کردن با ایرانی نه البته نه همه، بعضی معالجه را ادامه نمیدهن و فکر میکنن همه چیز را بهتر میدانن. من اگه بتونم لینک این برنامه دکتر هلاکویی رو برای شما میفرستم، من اتفاقا زیرش نوشتم بیچاره شوهر این خانم، بیچاره دکتر این خانم، چون تازه داشت به دکتر هلاکویی میگفت که این دکتر دیوونه است، شوهر من خائن خیانتکاره، مثلا کلفت خونه رو آوردن، این میگه یه زنی رو آورده گفته این نمیدونم اصلا نمیشه تعریفش کنم. ببینم دیگه براتون چی گذاشتم و ببینیم به کجا بریم. آها شازدرم دیدید دیگه، جشن پوریم و دوستان پیدا کنید توی گوگل و ببینید چی هست و بخونید راجع بهش. و ما اون روز بهتون گفتم که بعضی وقتا وقتی کمک ندارید این کلمه هلپر چی میگفتن؟ تو شیراز میگفتن پادوک، حالا نمیدونم پادوک فقط مثلا برای مغازه نونوایی بود، نون میبرد در در خونه مردم یا همه کارهای دیگه، وقتی که شما استاد نبودی به اصطلاح اینجا بهش میگن هلپر کمک، تو شیراز میگفتن پادوک. حالا نگاه کنید، ما اون روز میخواستیم اینجا یه چیزی بس کنیم، گفتیم زنگ بزنیم به پسرمون، زنگ بزنیم به دامادمون، این بنده خدا هم نه نمیگن ولی همشون یکی دو روز برنامه هاشون پره. گفتیم که خب زنگ بزنیم به عقلمون، آمدیم ما یه تیکه گچی، این گچبری بهش میگین چی میگیم، میخواستیم بچسبونیم تو سقف. وقتی گرفتم اونجا چسبوندمش و اون چیز رو زدم، دیدم پشت اون نوشته بود 24 ساعت این باید بمونه تا خشک بشه. گفتیم ما عجب اشتباهی کردیم، اول چسبوندیم حالا داریم میخونیم، 24 ساعت که ما دستمون بالا بگیریم اینقدر کم جریمه نشدیم تو کلاس، معلم میگه این دستو بگی بالا، اون دستو بگی بالا، اون پاتم بگی بالا، اون پاتم بگی بالا، بعد طرف شاگرده به معلم میگه پس رو فلانم وایسم. اینقدر ما دوتا دستمون رو بالا گرفتیم که دستمون تو شیراز میگن کیس میرفت، خواب میرفت. این کلمه کیس رو یکی پیدا کنه، مثلا مینشستی یه جا بلند میشدی میگه پام کیس رفته، حالا قنبل آدم هم بعض وقتا کیس میرفت. در هر صورت ما نگاه کردیم دیدیم یه دونه از این جاروهایی که رو چوب میکشن اینجاست، خلاصه جارو رو آوردیم کردیم هلپر و گذاشتیم و گفتیم ما فردا میایم سراغ چسبوندیم. این یه شنبه هم که رفتیم نگاش کردیم دیدیم خیلی خوب چسبیده، گاهی وقتا اگر عجله نکنیم و از مغزمون استفاده کنیم وضعمونم بهتر میشه. و اما 74 سال پیش آقای کسروی اینگونه گفت یا اینگونه نوشت، ببینیم چگونه گفت چگونه نوشت. این نوشتی که روی سخنم با شماست ای حکومتگران، روشن فکران، روزنامه نگاران، نویسندگان و ای مردم ایران، این ملایان فریبکار و حجت الاسلام های مفتخار میگویند در غیبت امام زمان حکومت حق ماست و هر کس غیر ما حکومت کند غاصب است. اگر از این زالوها جلو نگیرید و با آنها مماشات کنید بزرگترین فاجعه، این مماشات به انگلیسی میش چی؟ اپیزمنت ها؟ فکر کنم بله. اگر از این زالوها جلو نگیرید و با آنها مماشات کنی بزرگترین فاجعه در تاریخ ایران رخ خواهد داد. به هوش باشید، چشم و گوش خود را باز کنید،
احمد کسروی سال 1323 خورشیدی روحش شاد. آیا اینو گفته یا نه من مطمئن نیستم، چون این روزا هر ننه قمری هر چیزی میخواد دلش میگه مینویسه، بعد بالاش مینویسه گاندی، بالاش مینویسه نمیدونم فلان فیلسوف و الی و غیر آخر. بله این هم از این ماجرا. و این قسمت آخریش هم نشان داد، بله که ساعت پذیرش و مال نیسان و شیراز و اینها. آهان یک ایمیلی بود فکر کنم خوندمش، یعنی یه فیسبوکی، ولی بازم میخونم چون بعض وقتا من به دوستان تکی که جواب میدم به دلم نمیشینه، بهشونم میگم، میگم اینجوری ما وقتی 20,000 تا این ور اونور داریم تک تک کل کل کنیم فایده نداره، بیان تو برنامه، تا تو برنامه بگیم برای یه نفر 100 تا دشمن برای خودمون درست کنیم. ایشون نوشته اگر گفتید چرا یک خیابان یا میدان یا حتی یک کوچه به نام نادرشاه نیست، نادرشاه در اولین اقدام پس از تاجگذاری دستور داد تا جیره 70,000 طلاب خوندمش، چون شما به من بگو در زمان نادرشاه جمعیت ایران چقدر بوده و 70,000 طلبه و همشون هم حقوق میگرفتن که این دستور داده حقوقشون رو قطع کنن. ببینید این مزخرفات اینجوریه، من اینو میخونم بعد میرم توی مهمونی با قاطعیت میگم، چون فکر میکنم این سنده. کی اینو نوشته؟ آقای علی سیمرغ. والا یه مرغ ما قبولت داریم علی مرغ، ولی سیمرغ فکر نمیکنم شماها سیمرغ باشید. آخه این چه مزخرفای نوشتی؟ و ما تو شیراز داشتیم خیابون ناده، البته بعد گفتن شریعتی، بعد ولی مردم همش میگفتن ناده. اینم از این تا موقعی که من ایران بودم. خب آقای رحیم نگهبان شما تو ایران تو شیراز خیابون نادر یادته، بین فلکه فرودگاه بین اداره کشاورزی چهارراه پارامونت، اون قسمت نادر بود، بعد میمدی این ورش مشی فاطمی بود. دیروز با این آقای مباشری وقت صحبت میکردم میگم من اینجا هستم اونجا هستم، گفتم به خدا آخرین بار من 14 سال پیش رفتم ایران، اون سه هفته‌ای که اونجا بودم عین کورا دیگران دست منو میگرفتن میبردن این ور و بر، من اصلا نمیفهمیدم. اولا با اون شرایط رانندگی حاضر نبودم رانندگی کنم، تازه اگه قرار بود رانندگی کنم بلد نبودم. آقا ما اون وقتا میرفتیم دم بازار و وکیل که میرسیدیم با وای میزدیم، این میرم اون میرم اون میرم، آخرش هم که تازه میخواستی بری یه داتید بنده خدا با کلا دو گوش میمد که فامیلای خودمون هستن، میگفتیم بذار اینم بره، الان میرفتی زیر میشه زیر رو چی رو گذر زیر گذر، از این چیزا دارم. بله هنوز هم میگن ناده. خب بفرمو آقای اکبری، آفتاب آمد دلیل آفتاب، شاهد از غیب که همچین هم غیب نیست. خب پس ببینید اونا چجوری مزخرف میگه، میگه میدونید چرا هیچ اسمی رو نمیذاشتن نادر؟ برای که نادر 70,000 آقا 70,000 طلبه حقوق بگیر از دولت، دولت قبل از نادر کی بوده که به اینا حقوق میداده؟ خب بستتونه، از حرفای من خسته شدین، ببرمتون خلیج فارس، این دوستمون برنامه عقل بشر رو از اونجا فرستاده، شما هم میتونید برنامه داشته باشید در تلویزیون مردم، چه به صورت صدا تنها چه به صورت ویدیو عکس، و ما اینجا تمام امکانات رو در اختیار شما میذاریم تا شما عذری برای حرف برای نگفتن حرفت نداشته باشی. گفتار عقل بشر برنامه شماره 94، یعنی حالا اون هفتایی هم که ایشون کار داشته عید بوده تعطیل بوده برنامه نداشته پیشکشتون 94 هفته ایشون برنامه نشسته تهیه کرده و برای من و شما پخش کرده. گوش کنیم با هم گفتار عقل بشر قسمت 94. بله فرخ باریکلا میگه آقا کافه نادری داشتیم، هنوز هم داریم تو فیلم شهرزادم همه این اینایی که فرهیخته بودن اونجا جمع می شدن کافی بخورن و فلان اینا. نه این مزخرفات تا دلتون بخواد هست، و خیلی متاسفم که بگم خود فرخم بنده خدا عمرش رو داره پای به این مزخرفات تلف میکنه. هی میبینم چپ و راست یه چیزایی میفرسه که بدون اینکه نظر خودتو بنویسی نفرست فرخ جون، چون مردم فکر میکنن این نظر توه. مثلا یه فیلم رو که نگاه میکنی
نظر خودتونم اضافه کنید بهش برای دیگران بفرستید، یا بنویسید که من اینو الان گرفتم میخوام ببینم نظر شما چیه. اینجوری زبلتره. اوکی، با هم عقل بشر رو گوش کنیم. آمد 20 دقیقه. چقدر 20 دقیقه و 20 ثانیه چرا شروع نشد؟ خب دوباره میزنیم. او این که نشد، حالا با اون یه برنامه که باز کردیم هم خوند و هم اینجاست، این پایین رفته، ببخشید. با چی بازش کنیم؟ با ویندوز پلیر. با تقدیم گرامی‌ترین شادباش‌ها به مناسبت سال نو، سلامی گرم تقدیم می‌کنم به شما که علاقه‌مندید به وضع بشر و مهمترین تشخیصش که عقل است بیشتر آشنا شد. اوضاع و اصول و معیارها بر ما فرض شدند، همه‌اش در یک دایره دور می‌زنند. این دایره همانا به کارگیری و اجرای عملی زور می باشد که از آغاز جمع شدن انسان توسط تعداد کمی از انسانها به اجرا در آمده و بنابر وسایل روز افساری ناگسستنی گشته بر گردن انسانها. به علت عدم اندیشیدن و یا عدم علاقه به اندیشیدن، انسان در میان گله می چرخد و عمر را به سر می برد. نه اندیشیدن صفت و وضعی است که با استفاده از وسایل گوناگون و بسیار این روز زورگویان بر دنیای بشریت وارد و به شکل یک عادت در آورده اند. هر کس به ریاست رسید، خود را عقل کل، دانشمندی بزرگ، زرنگترین و باهوشترین می شمارد. برتری های سرور و ذلیل بودن عموم در دنیای امروز توسط دستگاه های اطلاعاتی به بیشعوری مردم تزریق می شود. در گذشته ملاها این کار را می کردن. همه کارهای بالا سر مورد قبول است. هر اشتباهی بکند، هرچه به چاپد و بکشد، همه اش درست می باشد. مردم به جز قبولی چاره ای ندارند. سیستم ساخته شده به شکلی است که همه اطرافیان به به و احسن می گویند و مردم هم از آنان تقلید و یا مجبور به تقلید هستند، زیرا همه وسایل ترقی و رزق که در پول خلاصه شده در اختیار همان بالا سر است. این بالا سر رزق رسان می باشد، می دهد و می گیرد بنا به میل خویش، صفتی که از فرعون نخست بر مردم اجرا شده و در کتاب‌های مقدس منعکس. خدای ساخت انسان همین صفت را دارد، به هر کس می‌خواهد می‌دهد و از هر کس می‌خواهد می‌گیرد. صفت عدالت خدا فراموش و کسی نباید اعتراض کند. گله هم بدون فکر قبول کرده و به نسل بعد این روش و رضایت را ارث رسانده. انسان هرگز پی نخواهد برد در یک زندگی که همه چیزش محدود و پایان میپذیرد و آخرش خارج از اراده فرده، چرا به این اندازه باید زجر و زحمت بکشد؟ چرا باید آسایشش در گروه تعدادی از همنوعش باشد؟ این چوپان همنوع چرا نمیتواند آسایش دیگران را فراهم کند؟ چرا در ذلیل و پست کردن و در غل و زنجیر قرار دادن همنوع عظمت و بزرگی خود را میبیند؟ چرا اصل پست کردن دیگران اهرم بزرگ نمایی انسان در این دنیا شده؟ به معنی دیگر، چه می شود اگر مردم برای خوراک روزانه نگران نباشند؟ چه می شود که همه مردم دنیا زیر سرپوش زندگی کنند؟ چه می شود که همه من از بهترین خدمتهای پزشکی به بهره این؟ چه می شود که انسان نگران فردای خود و پس ماندگانش نباشد؟ و هزاران چه دیگر که از مغز یک مبتلا به این بیماری برمی خیزد. که گفته که باید یکی فقیر باشد و من بیش از اندازه داشته باشم؟ آیا داشتن خوشبختی است؟ چرا دیگران باید پستر از من باشند تا من احساس برتری کنم؟ این احساس برتری عملا چه تغییری در من ایجاد می کند که این همه برایش باید همه چیز و همه کس را نفله و قربانی کنم؟ چرا انسان امروز با دیدن شخصی که مانندش لباس پوشیده احساس ناراحتی، کمشعنی و بیارزشی می کند؟ مگر همین انسان در ارتش و پلیس یک شکل و یک رنگ لباس نمی پوشد؟ چرا در آنجا احساس کمبود نمی کند؟ چرا بره و گروگان بودن خود را در آن لباس نمی احساسد؟
برعکس به علت معیارهای اجتماعی تزریق شده به بیشعوری احساس برتری می کند. می دانم سرشانه های افراد نیروهای مسلح متفاوتند. همین تغییر باز موجب می شود شخصی احساس خردی و دیگری احساس برتری کند. تضادهایی که از مغز برخواسته ولی احساس نمی شوند. این انسان از روز نخست که اینطور نبود. این اصول در اثر رواج تصورها به تدریج و در مراحل گوناگون به بیشعوریش نفوذ کردن. باز به علت نیروی بیشعوری و عدم تسلط بر عقل از این اوضاع خودساخته توان فرار ندارد. این پیشگفتار و طرح این سؤالها برای تحریک مغز شما به اندیشیدن بیشتر بود تا شاید بباورید که همه چیز ما ارثیست و نه ساخت خودمان. همه من در غل و زنجیر معیارهای بی‌معنی و تو خالی و بیهوده غلطیده و بدون دانستن و یا یافتن پاسخ به سؤال چرا آمدم و چرا میروم به آخر عمر کوتاه میرسیم. کمتر انسانی میخواهد به مرگ خود بفکرد. اگر هم اندیشید مایل است پس از مرگ در همین تصور برتری خیالی بی اهمیت و بی ارزش به سر برد، هرمها و آرامگاهها بسازد. یعنی پس از گذراندن عمر و کوشش و تقلا و ادعای دانش و فهم هرگز پی نبرده که عمر و زندگی چه بود. اگر در همه عمر انسان نمیفهمد پس کی میفهمد؟ این عمر و آمدن و رفتن یک خیال و یا توهم است. همه مسائل اتفاق افتاده در طی آن همان توهم را بار آورده و ساخته. اینها را چون پیش گفتار خدمتتان تقدیم کردم تا به موضوع گفتار روز جمعه 15 مارس یعنی همین ماه اشاره به آن را تشریح کنم. در آن برنامه پیرامون حکومت قانون اساسی آینده ایران سخنهایی بیان شد. می توانید به آن مراجعه و از آقای سربی دعوت می کنم. پس از این گفتار موضوع برنامه آن جمعه و نظر خودشان بیان نمایند. در دنیای امروز هر کس که میخواهد چوپانی بشر را به عهده گیرد میباید خوش سخن باشد، یعنی چیزهایی بابت میل عموم بیان کند. سپس آنان بنابر سخنها و وعده های شنیده و نه رفتارها سخنگو و یا وعده دهنده را انتخاب میکنند و دنبالش میروند. وقتی این اشخاص به قدرت رسیدن تاریخ نشان داده اغلبشان به وعده هایشان وفا نمیکنند. عجیب این که مردم بار دیگر فریب بعدی را خورده و باز در تله چوپان صفتان می افتند. این سیستم که در کشورهای پیشرفته و دموکرات انتخابات آزاد نامیده می شود در کشورهای عقب افتاده توسط توطئه‌گران و یا انقلابیون فرض می شود. همه اش عمر زاییدن و بیهوده است. نیروهای مخفی در کشورهای مترقی دو مزدور را در برابر مردم قرار می‌دهند و از آنان می‌خواهند که یکی را انتخاب کنند. بهترین مثالش انتخابات اخیر آمریکاست. آیا انتخاب شده به مقام ریاست جمهوری بهترین شخص و یا اختیار بود؟ در این کشور پیشرفته و مدعی دموکراسی و آزادی کسی دیگر یافت نمی‌شد که ملت به ریاست آمریکا گزیده و انتخاب کند؟ در دیگر کشورها اوضاع با همین نتیجه بر مردم تحمیل می شود. در کشورهای عقب افتاده مردم همین اشتباه را می کنند. گروهی با زور و یا فریبکاری مردم را زیر تسلط خود می برند. ملت ایران گرانترین تجربه را پشت سر گذاشته. رهبر فرشته را پیرو شد. وعدهایش را باور کرد. بعد از پرداخت بهایی بسیار سنگین به اشتباه خود پی برد. خب آیا این اشتباه را تکرار نمی کند؟ چرا؟ خواهد کرد. اگر دانشمندترین نما ایرانیان با طرح قانون اساسی حل مشکلها را تصور می کند این اشتباه باز تکرار خواهد شد. مشکل ما عقل و فرهنگ عموم است. وقتی اساس غلط باشد نمی شود بر اساس غلط درستسازی و درستکاری را انتظارید. وقتی ساختمانی میخواهیم بسازیم در اولین مرحله زمین را میبررسیم و میشناساییم تا بدانیم آنچه میخواهیم بسازیم و انتظار داریم آیا ممکن است بر آن زمین
ریخته و ساخته شود؟ ملت ما هنوز نمیتواند دموکراسی را درک کند، به نظر دیگران احترام نهد. شاید شما با رأی من مخالف باشید، لیکن بیایید با هم نمونه های را شناخته و بسابیم. ایرانیان در خارج بسیار هستند، اغلبشان به علت ناهنجار بودن سیستم حکمرانی در درون به بیرون فرار و یا مهاجرت کردند. آیا این اشخاص دموکرات شناس شده اند؟ آیا این افراد حقوق دیگران را محترم می شمارند؟ آیا با مخالفین با روشی عاقلانه روبرو می شوند؟ یکی از این افراد که در یکی از ایستگاه‌های تلویزیون در آمریکا با لباسی شیک ظاهر می‌شد و سخن خود را با خواندن چند بیت از شعر فردوسی و افتخار به ملیت آغاز و سپس از شازده بیدانش طرفداری می‌کرد، در یک گفتگوی تلفنی ضبط شده و منتشر در یوتیوب با یک مخالف چنان دشنام‌های خواهر و مادر می‌دهد که دهان این بیمار چه باز مانده. آقا ببخشید دوستان، اتفاقا این آقایی رو که میگه فکول و کراوات و از ادب و شعر و بعدم شازده، همون آقای مسعود صدر بود. والا من که نمیدونستم خانم دکتر سپهرار با دوستان شما ما سرشاخ میشیم. درباره شعری که شما گذاشتید از مسعود صدر و ما آمدیم گفتیم شعرهای ایشون وزن و نظم و ترتیب نداره، هی نشسته زور زده تا شعر بگه. ویدیوشو برید نگاه کنید که با اون امید دانا بوده، فکر کنم با فخرآورم یه بار مشکل داشتن، ولی با امید داناست. این نواری که ایشون میگه منظورشون مسعود صدر که الان دیگه از دنیا رفته، ولی نوار که دیگه از دنیا نمیره. برید ببینید اینا که میان گفت واعظان کین چی میگم در واعظان کین یه چیزی، اونایی که میان آخوندها تو منبر و فلان اینجوری میگن چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. بفرمایید. شما که ادعای بازگرداندن دموکراسی و آزادی شاهنشاهی هستید، اکنون که به قدرت نرسیده اید با یک مخالف اینطور می رفتارید. وقتی سر کار آمدید حتما سرش را می برید. شما و آقای خمینی و دیگر دیکتاتورها که با یک دستور سرها بریده اند چه تفاوتی دارید؟ در صفحه های اینترنت و یوتیوب که به خوانندگان و بینندگان اجازه نظر نویسی می دهند مراجعه و بخوانید. این ایرانیان که خود را پیش رفته و غرب دیده و با معرفت می دانند چگونه از نظر دادن و بحث ناتوان و فقط فحش می نویسند. فلان به خواهرت، آن چیز به مادرت، ای این تو دهنت. آیا مغز این انسانها درکی دارد تا بفهمد تا چه اندازه عقب افتاده است؟ به این انسانها چگونه می شود سیستم دموکراسی را فهماند و سپس با موفقیت پیاده اش کرد؟ خب اینان در خارج آزاد هستند، چرا دیگر نشدند؟ چرا با منطق و دانش نظر نمی نویسند؟ برای اینکه از این دو نعمت یعنی منطق و دانش محرومند. چه قانونی اساسی را می توان برای صاحبان این مغزها ترک کرد؟ کدامشان می درکند آنچه را در بیشعوری ذخیره کرده اند ارث برده و ابتکار خودشان نیست؟ تلاوشش می کنند. از کودکی با بی منطقی و زور بزرگ شدند، وقتی سر کار آمدند همین رفتار را با ملت انجام می دهند. این صفت یعنی عدم شناخت خیش و دست پرورده بودن چوپان خودخواه متعلق به ایرانیان تنها نیست، فقط به اوضاع تونس پس از سقوط زین العابدین بن علی، اوضاع لیبی پس از سقوط قذافی، مصر پس از برکناری حسنی مبارک، یمن پس از باز پایین کشیدن علی صالح نگه کنید. تغییر رژیم در این کشورها، تصویب قانون اساسی نو در تونس و مصر چرا موجب بهبودی وضع ملت‌ها نشد؟ چه میباید کرد تا این تغییرها اساسی و سودمند باشند؟ در مصر میخواهند قانون اساسی را تغییر دهند تا عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور کنونی تا سال 2035 رئیس جمهور کشور باقی بماند.
قانونی که تغییرش ساده و مانند تغییر شورت و لباس شده و حکمران به سادگی آن را اجرا نمی کند. چه دردی را دوا می کند؟ هر گونه تغییری با دگرگونی در مغزها و روش اندیشیدن صورت می گیرد. تا وقتی انباشته های بیشعوری مغز عوض نشده، رفتن این و آمدن دیگری در اوضاع مردم و کشور تغییری نمی آفریند. آیا می خواهید فریب خورده و تصور بهتر شدن را در خود احساس کنید؟ یعنی به جای روبرو شدن با واقعیت فقط با داشتن یک قانون اساسی و یا وعده چوبان، آیا راضی هستید شادمانی و تصور آسایش در آینده را دور از واقعیت و فقط در خیال خود بپرورانید؟ این موضوع را حتی مبارزان و مدعیان فهم که امراه آقای خمینی بودند درک نمی کردن. مثلا آقای بنی صدر تا حال نمی درکد که از اول و تا حال در اشتباه بوده. خواندن چند کتاب و نوشتن چند بحث انسان را اندیشمند نمی سازد. اگر شما می خواهید برای خود خانه ای بسازید، از هر کس و هر جا می پرسید، دنبال مهندس و پیمانکار قابل اطمینان را با تجربه می روید. این برای ساختن یک خانه است. حال چطور کشور خود را دو دستی تحویل کسی می دهید که هرگز یک آجر رو آجر نگذاشته و نمی داند ساختن چیست و از کجا شروع می شود؟ از برنامه ریزی و آینده سازی اطلاعی ندارد. آنگاه شما انتظار دارید همه یک کشور را ساخته و آینده ملت را بسازد؟ این ضد و نقیض در رفتار و اندیشه را کدام یک از ما درک می کنیم؟ هر کس که حرفی خوش زد بر روار دنبالش بعبع می کنیم. پس عقل من کو؟ اندیشیدن و فکر کردن من کجاست؟ پایه و اساس غلط است. کسی که می توانست این پایه را ساخته و بران میهن و ملت بنا کند محمد رضا پهلوی بود که طی 35 سال حکم می توانست با چرخش سیستم آموزش و پرورش و دگرگونی اندیشه ها ملتی دگر بسازد که به جای تبعیت از آخوند و توسل به 980 امامزاده به عقلی رو آورد که کمتر از یک بخش از 100,000 بخشش را انسان به کار می گیرد و بقیه آن را بدون استفاده و پاک به دست نخورده با خود زیر خاک می برد بدون اینکه از آن بهره‌مند شود. آقایان و خانمانی که در خارج رهبری آینده ایران را میطرحند یا در ساختن از آقای خمینی و اطرافیان و پسمانده هایش خود را بهتر میتصورند، هرگز این خیال و بیفکری را نتشخیصیدند. هوس و هدفشان چوپانی بر گله ملت است تا آنجا که میدانند و میتوانند در حق خود و مردم فریبکاری میکنند. تغییر اندیشیدن یکایک افراد و استفاده از عقل تنها حل است. این کار اگر غیر ممکن نباشد بسیار دشوار و نیاز به وقت دارد. در دنیای امروز که همه از فراگیری و اندیشیدن می دورند و می فرارند، رفتار مغزها و انباشته های بیشعوری را چگونه می شود تغییر داد و دگرگون نمود؟ باور کنید خیلی از ایرانیان مهاجر به خارج اگر می توانستند در شهرهایی که اقامت دارند برای امامزاده ها بارگاه و با تألیف افسانه ها مقام ها می ساختند. وای بر آنان که در درون وا مانده اند. با اعتراف واقعیت و زمینه ای که موجود است و با طرح تغییر آرام آرام و پله پله شاید فردای دیگری را بسازیم که مغز ملت را تغییر و روش اندیشیدن دیگر باشد. اما سخن آقای سربی که ملوک الطائفی در ایران برپا کنیم با بحث و آشنایی به اوضاع این سیستم بیهودگیش برای فرهنگ ایرانی ثابت می شود. کشور لبنان بر اساس ملوک الطائفی اداره می شود. در آنجا زندانی سیاسی نیست. برای پیشرفت و ساختن زندگی افراد می باید به یکی از این پادشاهان بدون سلطنت و حاکم پیوسته شوند. همه حکمرانان لبنان وابسته به یک نیروی خارجی و یا چند نیروی خارجی هستند. خود و همه مریدان را یک جا به این نیروها فروخته و در اختیارشان قرار دادند. بدون شرط تغییر ارباب می دهند و همه چیز خود و میهن را با پول می فروشند. هر پروژه‌ای که تر شود باید متعلق به یکی از این مقام ها باشد و همه شان از آن سود شخصی ببرند
و یا به توافق رسیده و تقسیم میان خود در پروژه دیگر بهره‌مند باشند. در آن کشور برای جمع آوری زباله این ملوک و طوایف دو سال است که درگیرند. خیابانه کثیف بماند مهم نیست، بیماری شیوع کند مهمیتی ندارد، مردم بی برق باشند که باشند، نفت و گاز کش شده استخراج نشود اهمیتی ندارد، مهم این است که یکی از ملوک و طایف در آن سهم داشته باشد و جیبش را پر کند. اگر خلاف بالا گرفت جنگ داخلی آغاز می شود، عملا ملت نقش وجودی ندارد. تا حال لبنان در جنگ داخلی چندین بار نابود شده، محرکینش همان اربابان خارجی و عاملش مزدوران داخلی هستند که هر کدامشان غلام یکی از این اربابان می باشند. مثال دیگر ملوک الطائفی کشور مالیزی است. 7 پادشاه آن را میان خود تقسیم کرده بودند. با آنکه کشوری ثروتمند، مردمش در فقر و عقب افتادگی به سر می بردند. شخصی به نام معاطر محمد به نخست وزیری رسید، پادشاه را در کاخهایشان نشاند، با برنامه های آموزشی کشورش را تغییر داد. 2 سال پیش در سن 93 سالگی با انتخاب ملت به نخست وزیری رسید. با ریشه‌کن کردن فساد که در دوران نخست وزیر قبلی در مالزی و با گیر شده بود، انقلابی مجدد آغاز کرد. آیا هر کس بر سر کار می آید از ریشه فاسد است؟ یا سیستم فاسدش می کند و قانون اساسی مانعی برای فاسد شدن نیست؟ متاسفانه ایرانیان به علت تکزبانی و خودبینی و غلطیدن در افتخارات گذشته از اوضاع احوال همسایگانشان بیخبرند. حتی مدعیان دانش و سیاستمداران نمیدانند در کشورهای همسایه چه میگذرد، تجربه های دیگران چیست و چگونه میشود از آن استفاده نمود. موضوع اصلی همین عقل است. چگونه عضوی است؟ چگونه میباید پرورشش داد؟ چگونه میشود از آن استفاده کرد؟ همه اینها با پژوهش و دانشیابی ممکنند، نه با تعصب و خودبینی و بیزاری از شنیدن انتقاد. به نعمت عقل و توانش بیشتر باید پی برد تا آینده‌ای بهتر ساخت. بدون استفاده از عقل و تجربه های انسان بر این کره هیچ پیشرفتی حاصل نمی شود. تندرست و پیشرو باشید، برای خود و آیندگان فردای بهتری بسازید. به امید بودن با ما در گفتاری دیگر بهترین را برای شما آرزو می کنم. خب ممنونم از این دوستمون. این برنامه ها همینجوری که بهتون گفتم شماره 94 عقل بشر، یعنی 94مین عقل بشر توسط این دوستمون تهیه میشه و ارسال میکنن. این بار خب از ما هم سوال کردن که در مورد این موضوع صحبت کنیم و خودشون هم لطف کردن درباره ملوک و طوایفی که همون یک نوع حکومت فدرالیزم هست یا بعضی ها خودمختاری میگن و اینها. شما میتونید نظراتتون رو بفرستید با فیسبوک یا با این شماره تلفن و تکست 202-695-2573 تا به اصطلاح به ایشون گفته های شما، سوالات شما، نظرات شما رو منتقل کنم و همیشه پاسخ دادن و پاسخ خواهند داد. ممنون، متشکرم. آقای مانی خورسندی هم با ما هستن، نوشتن روزگارتان خوش. خیلی ممنون، جمله قشنگیه، روزگارتون خوش یا روز و روزگار بر شما خوش. و اگر امروز برنامه رو ندیدین، امروز موضوعات زیادی رو ما دربارش صحبت کردیم، عکس‌های زیادی نشون دادیم، میتونید بعداً نظر بدید و در اون مورد صحبت کنید. امروز چهارشنبه است، 7 فروردین ماه 1398 برابر است با 27 مارس 2019 و چند تا فیلم اینجا هست. یکی اول من آقایی به نام فردوس هخامنشی در چند روز گذشته در ویدیوهای مختلف با افراد مختلف نشستن صحبت میکنن و ایشون هم مال باخته ای هست که مال باخته آخوندا نیست. آخوند همایون، شهرام همایون تو کالیفرنیا گویا کلا سر ایشون گذاشته. و من قبل از اینکه صحبت کنم درباره ایشون براش نوشتم که اگه میخوای بیا اینجا، چیزی جواب نداد. من دوستان نوشته هایی رو میفرستادن و اینها،
از روی نوشتای اونها و برداشتی که داشتم ماجرای اون قرعه کشی بنز و حالا تقلب تبانی هرچی که اسمش رو بذارید اینها با هم کردن و گفته که من اسم تو رو میگم و اینها، ایشون این رو پاسخ داده و من نوشته ایشون رو براتون میخونم که آقای دیدیم در حال رانندگی، آقا تصادف نکنید در حال رانندگی فقط صداشو گوش کنید، و اما بذارید من نوشته این آقای فردوس رو براتون بیارم، فردوس شاه، فردوس هخامنشی، فردوس بنده خدا غلط هم نوشته، فردوس چون واب داره شما باید یه وی میذاشتی ولی اب نداره، همون موقع یه دفعه احساساتی شدید و اسمی برای خودتون انتخاب کردید، حالا یه وی کم داره و میذاره براتون اضافه کنید، بعضی وقتا اگر تعداد زیادی عوض دوگز نکرده باشید، عوض دوگز رو شیرازی ها زیاد استفاده میکنن و به آدم های ویشی واشی میگن، اینایی که نمیتونن تصمیم بگیرن. بذارید من این رو بهتون نشون بدم، سلکت ایریا. اولا ممنونم از ایشون که بدون اینکه توهین کنه خیلی قشنگ، آدم مؤدبیه، کلا دیدم تو برنامه‌های دیگه‌شم با دیگران، آقای سلیمانی میگه آقا جنبش ما هستیم، یعنی همایون ما هستیم با پول‌های شماها. آقای فردوس برای من نوشته که اول یک مسیجی رو برداشته، حالا بد نیست آدم اگه یه چیزی می‌نویسه خودش تشخیص میده اشتباه هست اشکالی هست خودش برداره، و نوشته که گرامی آیا ما همدیگر را خوب میشناسیم؟ نه، من اصلا تا هفته پیش شما رو نمیشناختم، شمایی که فکر میکنی همه دنیا میشناختنه چون پول میدادی به شهرام و همایون، نه عزیز من اینجوری نیست، یه عده کمی که این تلویزیون ها رو نگاه میکنن میشناسن، تماس میگیرن، شماها دلخوش میشید، بعض وقتا از اتاق اونوری زنگ میزنن به خود من، بارها تو تلویزیون های دیگه گفتن آقا برو از اون اتاق زنگ بزن، گفتم من همچین کاری نمیکنم، این درست نیست، اگه شما این تلفن رو گذاشتید برای مردم باید مردم زنگ بزنن بماند، نخیر من شما رو نمیشناسم، چطور از قول من به دروغ توی برنامه خودتان گفتید که من میدانستم که اسم من را شهرام دانسته از قرعه بیرون کشیده؟ آقا نوشتن رو اینترنته، من از قول شما نگفتم، از روی اینترنت نوشتن که قرعه کشی گذاشتن بنزی که خریده بوده، خانمش گفته من این بنز رو نمیخوام، به شما گفتن بیا اینو بذاریم قرعه کشی، بعدم به شما گفتن ما اسم شما رو میاریم، شما میگی نبوده، بیا توی برنامه توضیح بده یا یه لینکی ویدیویی بفرست ما اونو نشون میدیم، که گفته ماشین بنز را من برنده شدم، من چون فهمیدم که شماره من در قرعه برنده نشده زنگ زدم به کانال یک و گفتم که شماره من برنده نشده، ولی شهرام شالاتان به مردم اعلام نکرد و از اسم من به دروغ استفاده کرد تا قرعه کشی قلابی را که مردم پول داده بودند تا ماشین برنده بشن را اینجوری ماستمالی کنه، امیدوارم که در برنامه خودتان این اشتباه را درست کنید و لطفاً در آینده با اطلاع درست به مردم آگاهی بدهید. پایدار باشید. من ممنونم از شما. در آینده ما مثل همیشه از دوستانی که میخوان دربارشون صحبت کنیم دعوت میکنیم، اونها باید بیان تا در حضورشون گفته بشه و وقتی که حضور داشته باشن احتمالاً حقایق بهتر و واضح‌تر. فعلا چند تا داستان درباره این ما شنیدیم، یکی گفته که با شما صحبت کردن، شما میگید نه، بدون اینکه به شما بگن اسم شما را اعلام کردن و الی آخر. خب این از این. یک آقایی هست به نام سیامک ستوده و این آقا اولین کسی که بهش برنامه تلویزیونی داد من بودم، اولین بار اولین مجری تلویزیون که جرأت و شهامت داشت باهاش مصاحبه کنه من بودم. از خودش سوال کنیم، زنده است، حالا بیچاره از این مرضایی که اینجوری اینجوری میشن گرفته، که اتفاقا میخوام درباره همین صحبت کنم. ولی این آقا وقتی که آمد تلویزیون رنگارنگ
از کانادا آمده بود و یه دوستی اینجا ما داشتیم، آقای حسن به من گفته بود با این مصاحبه کن، منم قبول کردم. وقتی که هیچ تلویزیونی دیگه باهاشون مصاحبه نمیکرد، میترسیدن اون موقع، چون این درباره زن و سکس در اسلام نوشته بود، کتابش هست، تبلیغ مجانی، آقای سیامک ستوده، زن و سکس در اسلام و چند تا کتاب دیگه نوشته. وقتی آمد اینجا این آقای خسرو رنجبه که الان تو رادیو فردا کار میکنه، به این گفت که من یه نسخه از این کتابا میخوام، بهش داد، گفت که 15 دلار. من بهش گفتم بابا این بچه ها جوان ها اینجا کار میکنن و شما اومدی مجانی برنامه گذاشتی، حالا دیگه میخوای 15 دلار هم پول کتاب از این بگیری؟ خلاصه این آقا رفت و بعد تلویزیون های دیگه شناختنش رو بهتون میگم. اولی که مجانیه با ما هستن، بعدی هم که بی پول میشن با ما هستن، اون وسطیش که شهرت به پا میکنن و پولدار میشن با دیگران هستن. رفت تلویزیون های دیگه و اینها، تا من امروز دیدم یه دوستی داریم، این آقای زمانی، یه ویدیویی برام من فرستاده، یه خانمی به نام حوری بود که من باهاش مصاحبه کردم، دیدم این خانم داره با آقای سیامک ستوده مصاحبه میکنه. یادتونه من چند مدت پیش راجع به این آقای مانوک خدابخشیان گفتم، حالا بعضی وقتا میگن آقا نگو همین بلا سر تو میاد، خب هممون پیریم مسنیم، ممکنه من الان از اینجا که میخوام برم بیرون یه ماشین بزنه من تصادف کنم، از فردا بلنگم یا دستم از فردا اینجوری بشه. ولی دوستان اگر اینجوری شد دیگه شما برای تلویزیون خوب نیستی، برو تو رادیو. اگر صداتون گرفت مثل آقای چیز زبونتون خواستن ببرن دیگه صدا در نیامد، یا مثل عباس پهلوان صدات شد مثل جوجه تیغی. عباس پهلوان دیدی؟ اولا پهلوان اینقدر قدش، بعد صدا اینجوری حرف بزنه. آقا بنویس، افتخارش این بوده که تو مجله سیاه‌سفید بوده، فردوسی بوده، خب همونجا بودی که صاحب نام شدی، چون اگه اومده بودی تو رادیو زمان شام انداختنت بیرون، اگه اومده بودی تو تلویزیون مردم میگفتن این نکبت کی آمده و اینها بمانه. خب حالا حاصل اون شده عسل پهلوان. عسل پهلوان میگه من 2 سالم بود، پدرم روزنامه ها رو میآورد میبرد میذاش اونجا گریه میکرد، من یواشکی میرفتم میامدم میخوندم، گفتم به این خانم 2 سالگی روزنامه میخونده. ببینید دروغ وقتی میگن هر چی دلشون میخواد بگه. برگردیم به این آقای مانوک خدابخشیان، آقای علیرضا میرقاسمی چی اسمش، ببر اینو توی یه چیزی عکس قشنگ جوونیاشو بذار، ولی این دستش و اینا رو یا یه جایی نشون نده. این آقای سیامک ستوده اینجوری بود، بنده خدا یه مدت دستش اینجوری میشد و اینا، ما وقتی برنامه هم داشت این جلو شماره رو میذاشتیم و اینها. خب این شماره رو که میذاریم برای یکی که اگه بی تنبون نشسته باشه مثل امید اون دانا بلند میشه، بعد با تنبونه با شورت یا بالاخره اینا یه چیزایی رو کاور میکنه. البته ما بدون شماره هم به شما نشون بدیم که اینجوریه، بدون شماره هم اینه، اینم کامپیوتر من، این مانیتور منه، چون این دوربین اینجاست، این مانیتور رو میبینید، یعنی ما اگه شماره هم نداشته باشیم باز این مانیتوره جلوه تو شیراز شورت و تنکی میگفتن، بعضی ها تنکم میگفتن، میگیره. فواد پادشاهی یاد تو رفت، تام یه بلای هستی زمانی ها، خدا بگم ذلیلت نکنه. بله آقای فواد پادشاهی که همیشه انگار دوتا گلوله دوتا ساچمه هست، این چینیزا بازی میکنن تو دهنشون، میاد میگه که آقای رضا پهلوی نمیدونه کیلو کجا بذاره. خب اینو نباید بیاره تو رادیو تلویزیون، این باید بره بنویسه، وقت بدبختی بینی که این سخنگوی حزب مشروطه خواهان فلان بیدر پیکر که هیچ عضوی هم نداره، یک آدمی سرش به تنش میارزی داریوش همایون بود که اونم مرد. خب آقای سیامک ستوده این فیلم رو من به شما نشون میدم، به یه دوستی نشون دادم، گفت خب حتما اینو اینجوری نشون میده که مردم کمکش کنن. گفتم خب بابا اون عیب نداره، یه برنامه شما بذارید اصلا اینجوری اینجوری کنه، من میام اولین روز که تصادف کردم یا این مرض گرفتم میشینم، یکی هم بغل دست من بگه آقا این همون سربیه که بلبل زبونی میکرد از بس ناحق گفت به این روز افتاده، حالا پول بدین میخوایم ببریمش دکتر. اون هیچ عیبی نداره، ولی شما یه مهمونی آوردی نشوندی اونجا، دعوتش کردی، دوتا مهمون، من براتون الان میذارم این ویدیو رو شما ببینید، چون مال یوتیوبه من میزنم بره جلو اینجایی که این خانم آره از اینجا
نگاه کنید تو رو خدا، ببینید این رادیو تلویزیونای ما در خارجه که به قول همین دوستمون ادعاشون آسمون و زمین و همه رو هم میخواد پاره کنه. اینم یه تبلیغ، باز شماره تلفن آقای سیامکس توده اینجا باشه، زنگ بزنید احیانا اگه میخواین کمکش کنید، هم از لحاظ مالی هم کتاب بخرید، روزنامه چاپ میکنه و الی آخر. شما اینو داشته باشید، اولا کسی که اینجوریه که با صندلی لیزی بوی و ریکلاینر نمیاد. بابا این آقای مایکل جی فاکس بود، کی بود؟ همین مریضی رو گرفته بود، سالها فیلم بازی میکرد، سالها تو چیزا میومد صحبت میکرد، هیچ که متوجه نشد. حالا شما نگاه کنید این آقای سیامک ستوده با این خانم کی اسمش هوری، با خانم هوری که مهمان برنامه امام بودن صحبت میکنه. بفرما تلویزیون ایران راجبه اون موضوع سخن کنم، صحبت بکنم، بحث جالب تری خواهد. درست. حالا این خب علما لطف کردن و به ما حکم ارتداد دادن، ولی توضیح میدم، ولی فعل مثل الان توی جمعی که ما هستیم و دوستانی که با هم همکاری میکنیم، اگر یک روزی یکی از رفقا و دوستان آمد انتقادی به من کرد، من جوابم به اون دوست خواهد بود که رفیق از این انتقاد رو به من رو چرا میای فقط به من میکنی؟ اینو جلوی همه دوستانی که دارن همکاری میکنن به من بکن، اصلا اینو بیا پشت تلویزیون بکن. خب آدم اصلا دلش کباب میشه برای این شخص، ولی از طرفی خندش میگیره، میگه خب آخونده، میگه آقا ببین هر کسی درباره ما بد صحبت کرد اینجوری میشه، هر کسی کتاب نوشت درباره اسلام اینجوری میشه. خب نکنید آقا، اگرم از بابت مریضیتون میخوان از مردم کمک بگیری، خیلی ها هست طرف میاد تو تلویزیون مینشست. همین آقای عطابکی وقتی که بچهش افتاد زندان آوردنش تو تلویزیون، گفتن آقا این میخواد وکیل بگیره، پول نداره، پول کمک کنید، رفت که بعدم گفت تلویزیون چقدر خوبه، آدمای بی مغزی مثل منم میتونن بیان توش حرف بزنن. آمد و حرف زد و رئیس جمهور شد و بعدم حالا رفت و اصلا پیداش نیست. آخه این چیه؟ تازه میگید شما من و همکارانمون، یعنی شما و همکارانتون یه نفر نیست که از شما صافتر بتونه بشینه؟ یه برنامه هست جف جفری، نگاش کنید، این مال استرالیاست، این کمدینه، بعد این یه تیکه برای خودش داره، حرفاشو که میزنه مثلا بعد اینجوری میکنه، با صندلی میره عقب. خب اون فرق میکنه با شما که نشستی رو لیزی بوی یا ریکلاینر اینجوری اینجوری میکنی خودکارارم. حالا ما میگفتیم چرا این ترامپ ادای اون خبرنگاره رو در میاره که چیز بوده، ولی خودمونم به این روز افتادیم. آخه نکنید آقا، اینا رو نگاه میکنن. خب اینم آقای ستوده، ممنون از آقای زمانی. و اما سوء مدیریت و تغییرات هوا، اون فیلمی رو که بهتون گفتم آقای سیروس دولت شاهی فرستادن و توی اون فیلم رادیو تلویزیون ایران میگه خودشون با هواپیمای سپاه رفتن ابرها رو بارور کردن، ولی این تاریخ نداره و ایلا طرف دیگه میره بالا بارار کنین سیل میاد که دیگه مرض نداره این کارو بکنه. ولی من یه چیزی به شما بگم، شما هارپ و اون روز طالبتون گفتم رفتید زدید پیدا کردید، هارپ HAARP بزنید که اینا ازش استفاده میکنن، حتی جاهایی که میخوان با یک بجنگن بارون میبرن رو سر اونوری میباره، دو روز سه روز بدبخت شکست میخور. فرض کنید این آقای ترامپ به دعاها و التماس های عقب افتاده ها جواب مثبت داده و تنها راهی که تونسته رژیم ایران را از بین ببره با حرب این بارونا رو درست کنه و این سیل و اینها، اونوقت شما به خودتون چی میگی؟ خوشحال هستین که هموطناتون اینجوری از بین رفته باشن؟ مثل اون زنیکه کلیمی که توی واشنگتن توی چیز گفت لس آنجلس، گفت ما الان 60 میلیونیم، بر فرض که 6 میلیونش هم بمیره باز یه مقداری میمونیم، سالها پیش گفته بود.
درباره کلیمیا صحبت کردم. شماها اگر روی وبسایت این رضا پهلوی احمق هستید بهش بگید آخه بی‌ناموس احمق، قبل از اینکه حرف بزنی دهن کثیفتو باز کنی برو بخون و ببین این پوریم چیه. پوریم هیستوری، میگه پوریم که تو هبرو هم اینجوری می‌نویسن، جویش هالیدی، یک به اصطلاح تعطیلاتی است، جشنی است برای افراد کلیمی، که میگه مال موقعی بوده که این کلیمی ها توی پرژیا قرار بوده بزنن بکشنشون، اینا اومدن زدن و کشتن و اینها، ماجرای همون استر، استری که خیلی جانبه ها درست عین این فره که کمونیست بود و چپ بود، شده بود زن شاه و شاه نمیدونست. میدونید که فره میگن تمونده ارچیر زاهدی بوده که دادن به شاه، اگه نمیدونستین بدونید اردشیر زاهدی این باهاش بوده، میگه بابا این گردنم افتاده میدهش به شاه. درست مثل همون ماجرای اون نمیدونم چش پادشاهی بوده، این اسما اینا هم که ما نمیدونیم، همش هخورا هست و پخورا، سه تا اسما داریم تو فارسی. زن کلیمی بوده، زن پادشاه ایران بوده و خبر نداشته پادشاه. وقتی که وزیرش میخواد بره بگه پسر دایی و پسر عمه و پسر عموی اون زنم توی اون ماجرا بودن، میان دسیسه میکنن و برید ببینید این سیزه بدری هم که داره میاد، ما از شهر میریم بیرون، مردم ایران از شهر از خونه و زندگیشون میرن بیرون که توسط کلیمی ها کشته نشن. اون وقت این احمق نادان، آقای زاره هستی یا نیستی، این احمق نادان میاد بهشون تبریک میگه و این رو با اون موقعی که کوروش رفته بابل و کلیمیا رو آزاد کرده عوضی میگیره. من نمیدونم اون وقتا دو سه تا از این تیمسارای فکستنی و پیر و چاپلوس بودن مثل که اونا هم مردن، یا این حقوق نمیده به همه، همه از گشنگی میمیرن. نیست کسی که به این بگه پسر موسفید. من همدان سر قبر استر رفتم فاتحه خوندم، خشایارشاه، خیلی ممنون. به نظر من هم زلزله کرمانشاه و این بارش های شدید هارپ هستن. فدای تو سربی عزیز که من کیف میکنم در مورد همه چیز، عالی، خیلی ممنون. مانویک هم 40 سال از تجویز بستن چمدانها را میکند و پست هایشان به جوک شبیه شده. ممنونم. ببینید دوستان، این من تنها نیستم. آقای فواد پاشایی میای تو تلویزیون میگی رضا پهلوی نمیدونه کی رو کجا بذاره، خب یه روز بیا اینجا نشونش بده، بگی دست بذار اونجایی که باید بذاری، تو سخنگوی اونجا هستی. مانو که خدا بخشیان سخنگوی تلویزیون رقص و آواز، آقای سیامک ستوده سخنگوی جنبش خیلی جالب میشه که مثلا من داشته باشم یه حرفا رو بزنم یه دفعه اینجوری کنم بیفتم، مثل تیمسار روانی، دیدید؟ برید ویدیوشو نگاه کنید، مردکه میفته، خانمش میاد بهش میگه، اولا چه جالبه اینا خانمهاشون هم بهشون میگن تیمسار، نیست که من مثلا خانمم بهم بگه دبیر، خانمش بهش میگه تیمسار چی شد، به خانمش هم دروغ میگه، میگه کلام افتاد. اون وقت این به مردم ای داده بیداد، برم دیگه بس، جمعه با شما خواهم بود. نتانیاهو خیلی پر شده، همه از شرایط ایران سوء استفاده میکنه. خانم ترامپ ورداشته بلندی های جولان رو امضا کرده داده به این، وقتی ایرانی میره جلو کاخ سفید وای میسه رو چمن، حالا یا این ور یا اون ور یا لافایت پارک، میگه بیا ایران بزن، خب نتانیاهو هم الان میاد برای چی؟ برای که گوهکاری های خودش رو تو اسرائیل کاور کنه. گربه میگن وقتی یک کاری میکنه با خاک میریزه روش، برای که اون کسافتکاری های خودشو، همسرشو، بچهش، برید ببینید بچهش چه، پسرش چه کار کرده، برای که اینا رو کاور کنه میاد این کلیمی هایی که اینجا جمع شدن تو ایپک رو خوشحال میکنه که بفرما من براتون سفارت آمریکا رو بردم اونجا، اونجا شد پایتخت، من براتون بلندی های جولان رو گرفتم. آخه مردک شالاتان، تو چه کاره هستی که بلندی های جولان رو تو امضا کنی بدی به اینا؟ خب این هم قصه بسته های ما بود. انقدر ایمیل و اینها دارم که اگه بخوام برنامه رو ادامه بدم خیلی میره بالا. در جنوب مصر
دیدید هی همه میگن آقا چرا تونس تونس ما نتونستیم، چرا مصر تونس ما نتونستیم. مصر آمدن انتخابات آزاد گذاشتن، از توش کی اومد بیرون؟ اخوان المسلمین. تو رو خدا نگید اخوان المسلمین. اخوان المسلمین آمد بیرون. اون قبلی کی بود؟ آقای مصری بود. کی بود؟ بعد اینو به زور انداختن بیرون، کودتا شد، این یکی اومد. حالا دوباره شورش شده توی مصر. میخوام بهتون نشون بدم یا ولش کنیم یه وقت دیگه. در جنوب مصر بعدم این هواپیمایی که تا حالا دوتاش افتاده و آقای شارلاتان ترامپ هم آمد گفت من دستور میدم اینا رو نگه دارن، یکیش همینجا پرواز میکرده، دوباره امروز نشسته آرزم پارکینگ خود در ایالت کالیفرنیای آمریکا بود. هواپیمای 737 اشکال پیدا کرد نشسته. البته میگن این اشکاله اون اشکاله نیست، میگن مگه الکیه خاک یک کشور را به کشور دیگه ببخشی؟ محمد مرسی، بله بله آقا، برو نگاه کن، امضا میکنه مثل بچه‌ها که برای باباشون نقاشی میکنن، امضاش هم اینجوری مثل اینایی که چیز مغزی دارن، نوار مغزی میگیرن، اینجوری خط خطیه. همین امضایی که رو چکایی که داده بود، که داده بود به این خانمای هرزه که باشون بوده و الی آخر. بله برید نگاه کن، دوشنبه این کارو کرد، چون خوشحال بود، فکر کرد حالا از اون ماجرای بازرس مخصوص جون سالم به در برده. و درباره سیل و اینها میگه توکل به جای تخصص یا تغییر اقلیم، سیل از کجا آمده؟ بعد در ونزوئلا در کاراکاس خاموشی دوباره شهر و رسیدن کارشناسان امنیتی سایبری روسیه، تصاویر هوایی از محله سیل زده سعدیه در شیراز. یکم حالا صبر کنید، چون این محله سعدیه باهایا هستن اونجا بیشتر، نمیدونم هنوزم هستن یا نیستن، ولی این بیچاره ها تا حالا چندین بار دستخوش ماجراهای بد شدن. یادم نمیاد که دو دوره شاه هم با اینا چه رفتاری میکردن، ولی این محل سعدیه و اون فهند یا اینها رو فامیلشون یادمه که بعد از انقلاب خیلی چیز شد. میگن جنوب و همه جای مصر شورش هست تا اسمان چیه. بله این عکس رو نگاه کنی، آب چجوری گرفته و اینها. میگه یگان پهباد واکنش سری روز گذشته 6 فروردین 1398 با پرواز بر فراز آسمان شیراز این تصاویر هوایی را از محله سعیدیه این شهر تهیه کرده است. این تصاویر همزمان با موج دوم بارندگی و سیل در شیراز توسط این گروه برای پایش منطقه ثبت شده است. برای پایش من نمیدونم یعنی چی. طبق گزارش این گروه کار تخلیه یا آب گرفتگی در محل سعدیه امروز 7 فروردین هم در حال انجام است. این هم باز عکسایی که پهباد گرفته. حتما شیرازی ها و مردم هم فوش میدن چرا هواپیماهای بدون سرنشین فرستادیم بالا، حتما میخواین دارو پخش کنیم ما مریض بشیم. اینجوری دیگه، وقتی کسی به حکومتش اطمینان نداشته باشه، حکومت هر غلطی هم بکنه اگه خوبم باشه اینجوری میشه. بله اسد هم واشنگتن را بخشیده به آلمان. بله آقای سلیمانی میگه، خودشم میخنده. اینم از این. و من اصلا این جای شیراز رو دیگه بلد نیستم. اون وقتها رو بلد بودیم که میرفتیم بستنی سعدی و اون سعدیه و اون حوض ماهی و اینها. دوستان عزیز بذارید یکی دو تا از این ایمیل های دیگر هم براتون بخونم، یکم این بار این رو سبک کنیم. این بود، اینایی که آمدن شیراز حالا یا دارن میرن یا در خیابونای شیراز هستن و از مهمون نوازی های شیرازی ها راضی هستن. اولا من این عکس رو بزرگتر کوچکتر یعنی بهتون نشون بدم، حالا میارم بزرگش میکنم که بتونید بنویسید، یعنی بتونید نوشته رو بخونید. اینجا پشت این ماشین نوشته درود بر مردم عزیز شیراز، درود بر شماها و این سفرهای نوروزی باید به مردم بگن اینجوری نرید، به اصطلاح شهرها ممکنه گنجایش و ظرفیت نداشته باشه که از شماها پذیرایی کنه.
زمنان آها دوستان، فردا یک برنامه فوق‌العاده‌ای داریم با آقای حسین مختار زیبایی. نمیدونم شما ایشون رو میشناسید یا نه، کسی که کلی پیچ و موره تو بدنشه، کسی که انقدر برای مجاهدین فداکاری کرد، ولی همچین که مجاهدین اسمشون از جزو از لیست تروریست آمد بیرون، این بند خدا رو به اصطلاح باهاش سلام علیکم نمی کنن. خودش حتی گفت آها فهندش این اکبری چقدر تیزه. از اونجا من این فامیله رو نتونستم بگم، زیر سیبیلی خواستم رد کنم. بله فهندجای سعدی خیلی معروفن، اینجا هم دوتاشون هستن، سیامک و اون شوهر خواهرش هم هستن که یکش کار هنرمند موزیک و اینا هست، اون یکی هم کار دیجی انجام میده. در صورت ممنون و متشکر از یکایک شما دوستان. ساعت 12 ظهر فردا به وقت واشنگتن با آقای حسین مختار زیبایی خواهیم بود به مدت 2 ساعت. شما لطف کنید، این آقای اکبری به من یاد داد، گفت اگر دوستان وقتی که روی صفحه شما هستن بزنن فالو، یعنی دنبال میکنم، وقتی شما برنامه زنده میذاری فیسبوک میگه آقا دوستت آمده برنامه زنده گذاشته، نه ازت پولی میگیرن نه چیزی. اینم من به شما نشون بدم، یا شاید اگه ببینم اصلا میتونم پیداش کنم خودم. آهان یک ویدیویی هم هست مال زندانه، میگن اینه، ولی من اینجا فالو نمیبینم، شاید خود ما باید اینو بذاریم. بی خود نیم فالوور کم داریم، با وجود که 9000 تا یه جا داریم، 5000 تا یه جا داریم، ولی نوشته نمیدونم، انقدر دکمه مکمه گذاشتن اینجا که دیگه آدم نمیدونه چیکار کنه. بزنم رو این نیست، نه این نوشته تایملاین سیتینگ، هی هم عوضش میکنه. حالا میگردم اون باتون یا اون دکمه فالو رو هم بذارم. اینجاست ببینید، می‌نویسه که 1000 و خورده‌ای. یکم صبر کنید اینجا ببینید، میگه که 1164 تا مردم تیوی یا سوربی رو فالو میکنن، ضمن این که ببینید اینجا نوشته 5000 و چند تا، ببینید اینجا نوشته 4000 خورده روی صفحه شخصی من هم که بیشتر از 5000 تا نمیذاره باشه. بعد روی مردم تیوی هم 8952 که نمیدونم چرا دوستان جدید نمیان دیگه، باید گفتم بهتون دیگه، باید فکر کنم بریم یه پولی بهشون بدیم بیان، مثل همونایی که ممبر میخرن. کجا بود رفتش؟ الان بودشا که من نگاه کردم تا زدم رفتش، به خدا نمیفهمم اینا چی کار میکنه. اب نداره. آها اینجا فالوینگ داره، روی این صفحه فالوینگ داره، حالا اصلا شما دیدید یا ندیدید، اینجاست. در هر صورت واسه من میاد که سوربی ایتس لایو، سوربی زنده است برنامهش، من همین کار کردم، فیسبوک خبر میده، یوتیوب هم همینطور. آقای محمود دارابی آفرین به شما، امیدواریم یه روزم شما بیای در تلویزیون نظرات خودتو بگی، و اگه مخالف من باشی که دیگه بیشتر دوستت دارم، چون به من نیرو میدی که من بتونم با شما کل کل کنم. خب دوستان عزیز ببینم دیگه چی، ما امروز میخواستیم 1.5 ساعت برنامه رو تموم کنیم، زودتر از 2 هم شروع کردیم، الان 2 ساعت خورده داریم همجور باز میریم، اب نداره. عید دیگه که میشماره. اینم این آقای سوربی سلام، بله اینم اون آقای حسین مختار زیبایی است و گفتار عقل بشرم براتون پخش کردم. قم بهتون نشون بدم که سیل در قم چه ها کرده، ولی این مال عربیه، مال بذارید اینجا، قم که میگفتن آب نداره و آب نمیدونم کجا رو بردن، آب اصفهان رو بردن، قم و یزد و اینجاها، حالا ببینید که چگونه آب داره قم را میبرد. اینم از این ببینید. بله این گزارش تلویزیون عربی بوده از قم، فقط نوشته حضرت معصومه و اینها و نوشته
قم. قم تا اونجایی که من یادمه همیشه خشک بود و آب بسیار بد و شوری هم داشت. اینم از این. یه فیلمی رو اینترنت گذاشتن که من دیروز وقتی گذاشتم اتفاقا دوستان پرسیدن که یعنی پلیس اینقدر احمقه که بیاد اینها رو بذاره پهلو هم. گفتم اتفاقا بعضی وقتا عمدن این کارو میکنن، چون یه چیزی اینجا تو تلویزیون و اینها نشون دادن چند تا فیلم که خود سیستم زندانی ها یک دادگاه مخصوص دارن. مثلا اون کسی که بچه ها رو تجاوز میکرده یا اون کسی که آدم ها رو میکشته تیکی تیکی میکرده میخورده، اینا تو زندان میکشنشون، بعد صدای هیچ کم در نمیاد و چون قاتلش پیدا نمیشه تازه رو پیدا کنن. طرف بهش گفتن تو مادام العمر تو زندانی، بعد میزنه اینم میکشه. حالا مادام العمرش میشه دوتا مادام العمر، چه فرقی میکنه؟ نگاه کنید این، ببینید ماجرا چیه. میگن این مال کسیه که تیراندازی کرد تو مسجد نیوزیلند. من میگفتم نیوزیلند، آقای پتیک به من درستش رو گفت، این یکیش زیلند بوده این یکیش نیوزیلند هست چون کشور جدیدیه. و میگن اینه، ولی آقای خوشنودی میگه که نه. ببینید اینجا نوشته استقبال زندانی های نیوزیلند از مهاجم حمله کننده مسجد نیوزیلند که همین فریبرز یوسفی گذاشته. اینا میگن که نه این نیست. و ببینید که چی میشه، میگن اون بلنده، اون سفیده، اینم سفیده ولی موهاش سیاه. و تو زندانم شما طرف امروز میاد سیاه، فردا موهاش بلنده. یه نفر اومده بود توی برنامه ای از ایران اومده ادعا میکنه که ماموره. و ببینید خود اینا بعضی وقتا به اصطلاح جستیفای یا عدالت رو خودشون اینجوری انجام میدن، توجیه یا هرچی که بگید. ما همین کار رو کردیم، اونم هم درست، خیلی ممنون. تو یوتیوب فکر کنم اگر سابسکرایب کنین اون زنگوله بغلش، حالا مثلا سابسکرایب بود، حالا دیگه یه زنگوله هم گذاشتن لابد از موقعی که برنامه زنده هست یا اد میکنی، در اصل میبینید اونم میاد در واز میکنه اونو میبره. تازه اینا به هم دیگه هم دست میدن و تبریک میگن. و این رو هم دوستمون گفته بود آقا این مال دو سال پیشه و راجع به این نیست. ناراحت نباش، دو سال دیگه همین بلا سر اون میاد. فعلا تا کی میتونن زندان انفرادی نگهش دارن؟ تازه اگه تو زندان انفرادی نگهش دارن که خودش زودتر دیوونه میشه، دیوونه ای که هست دیوونه تر میشه. خب خودش هم خودشه ریش داره، میگه ها خودشه ریش هم داره. ولی آقای خوشنودی نوشته این مال دو سال پیش، مال یه زندان دیگه است، آقای فلانی اشتباهی زیرش نوشته. اب نداره دوستان عزیز، از یکایی که شما که با ما بودید ممنون متشکرم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه خودتون رو داشته باشید. از این مهمتر از تلویزیون مردم حمایت کنید. ما تلویزیونی نیستیم که ماهی 30,000 دلار به یکی بخوایم بدیم پول ماهواره، بعد بفهمیم تازه رفسنجانی و بچه‌هاش صاحبش بودن. تلویزیونی نیستیم که 70 تا کارمند اینجا داشته باشیم چون دلمون میخواد هر روز با یه دختر جوونی بیچاره‌ای که از ایران اومده حال کنیم، میگیم بیا کارمند ما شو. بعدن اینجوری نیست، خودمون هستیم و خودمون شما. و شما هم اگر این برنامه رو نگاه می‌کنید حمایت کنید. دوستی گفت ما پیرمردا چه جوری حمایت کنیم؟ گفتم نگاه کنید، برید صفحه مردم تیوی، روی صفحه مردم تیوی دات کام این ور و این ور مثل دو تا چراغ ماشین، یکیش نوشته همیاری، یکیش نوشته دونیشن. روی اینا که کلیک کنید دیگه خیلی آسونه. کردیت کارت هم که از زمان کوروش داشتید، کوروش هخامنشی، کردیت کارت گلی رو در بیاید، تو رو خدا با اون پرداخت نکنید با کردیت کارت‌های معمولی. صحبت از کردیت کارت شد، من سالها به همه میگفتم این کردیت کارت خیلی احمقانه، تا به شما میده میگه پشتشو امضا کن. یعنی کردیت کارت اگه رفت طرف شمارتو میدونه، امضات هم بلده، هر کاری دلش میخواد انجام میده. شما چک که مینویسی و از چکات دو تا نسخه داره، یکیش کاربن کپیه، اون نسخه‌ای که میدی به طرف امضات روشه، اون یکی که برای خودت تو خونه نگه میداری امضاتو نمیبینی. مسخره است. این باید امضاها یه جایی نوشته بشه، من و شما نبینیم، ولی وقتی اونا میذارن تو دستگاه اون دستگاه بخونه. خبر خوب، اپل یک کردیت کارتی درست کرده که نه شماره روشه نه اون کد امنیتی روشه. دیدید
حالا تو اروپا من دیدم خیلی بهتر از اینجاست، اون دستگاه رو میاره سر میز شما، شما هم اونجا چیزتون رو میکنین تو فلانشون رو امضا میکنید میره. فکر بد نکنید، اگه فکر بد کردین نشون میده مغز شما خیلی فکر کثیف و بدی هست. و الان من که گفتم دستگاه رو میاره کردیت کارت بمانه، ولی همونم بعدن ثابت شد یه جایی طرف یه دستگاه دیگه گذاشته تو چیزش که شما چیزی دونه که میکنید تو چیزش، اول چیز شما میره تو چیز اولی که تقلب میکنه شما را رو میگیره و الی آخر. خیلی چیز کردیم، تقصیر این دوستمون در عقل بشره که ما رو هم به درد چچه و چیچی و چیز دوچار کرده. میگه آی ترانسفر هم میشه، آقا همه جوری میشه، ای ترانسفر. بله ای ترانسفر. یکی برای من با ونمو پول فرستاده بود، اولین بار بود با ونمو، ولی با ای ترانسفر. آقا فیسبوک، خود فیسبوک تو قسمت پیام خصوصی نوشته که میخوای سوربی پول بفرستی یا به من میگی میخوای برای اون پول بفرستی. درسته، ممنون و متشکرم، هیچ بایدی نیست، ولی این با آدم یه دلگرمی میده و ما اینجوری دستمون باز میشه. وقتی زنگ میزنیم دیروز با آقای مباشری میگیم آقا $100 میدیم، میدونید یعنی این پوله که میاد والا ما اینجا نگهش نمیداریم بزنیم به در دیوال. اگه زده بودیم که الان معلوم بود که براتون گفتم یه دفعه من پروازهای زیادی میکردم با یونایتد، ولی وان وی بود، اون وقت بلیت راوند تریپ ارزان‌تر بود. البته این روزا که از ترس اینکه شما رو به عنوان تروریست نذارن کنار مجبوری راوند تریپ بخری، همیشه راوند تریپ ارزان‌تره، چرا نمیدونم. ولی ما میرفتیم آتلانتا میمدیم، خیلی بلیتای یه طرفشو داشتم. دفعه دیگه میپرسیدم خب میتونم از این برم اونجا، میگم نه این ایتونریش فرق میکنه اینا. یه روز زنگ زدیم به یونایتد گفتیم آقا ما یه سری از این بلیتا داریم. اون آقا هم سر ذوق اومد و گفت که جلدش آبیه. گفتیم بله، ما فکر کردیم حالا مثلا میگه آبی ها میتونن دو بار سوار شن، آبیه. گفتم آره. گفت خط خطی موج و اینا داره. گفتم آ. گفت میدونی چرا اینا رو اینجوری چاپ کردیم ما؟ گفتم نه. گفت افرادی مثل شما اینا رو بزنن به دیوار خیلی قشنگ میشه، حالا بزن به دیوار امتحان کن. گفتیم اینا اگه امروز بود میتونستیم سوش کنیم بگیم مسخره‌مون کرده. خب دوستان عزیز، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. دنباله دفتر جمعه ساعت 2 بعد از ظهر، ولی فردا برنامه فوق‌العاده با آقای حسین مختار زیبایی هستیم. روز و روزگار بر شما خوش. تا چند دقیقه دیگه این فیلم به صورت آرشیو بایگانی هم روی مردم تیوی و روی گوگل و روی یوتیوب هست، به غیر از اینکه روی فیسبوک همیشه هست، دیگه احتیاجی هم نیست. الان من تا خداحافظی کنم شما میتونید برگردی از اول تماشا کنید. لطف کنید دوستانتون هم دعوت کنید، اگر از من شما متنفری مخالفی به دوستانتون بگی بیا آقا این دیوانه چی میگه. اگرم دوست دارید دوستانتون بیارید بگید آقا یکی هست بالاخره نمیترسه، سیامک ستودر میاره، نمیترسه، کردا، ترکا، اینجا من بهشون برنامه دادم اولین بار. حالا طرف دوستمون چند مدت پیش دیدیم ای بابا اینا بدتر از همه شدن. خب خداحافظ، به امید دیدار. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، شما هم میتونید برنامه های دیگران رو، مثلا آقای مانی که شعر گفته بود تو تلویزیون ما اینجا پخش کردیم، میتونه برنامه های روز یک شنبه با شما جمعه بازار رو حمایت کنه ما اینجا پخش کنیم. آقا 1 میلیون نفر نیستن اینجا، 3 نفر هستن، اون 3 نفر میبینه برنامه هایی که شما دوست دارید. ما اشتباهمون اینه، هممون میخوایم قدمای بزرگ برداریم، همه میخوایم آقا من میخوام یه تلویزیون بزنم 40 میلیون بیننده داشته باشه. آقا نداره. شما این روزا اگه 4 نفر بیننده داشته باشی باید کلاتو بندازی بالا. خداحافظ. خیلی دیگه حرف زدم گلوم درد میکنه، چایم هم نخوردم اصلا. اینم چایی به سلامتی شما. به به، ما چایی رو به خاطر ریش سفید قند میخوریم معمولا. بله. آها گفت مؤمنان اینجل چیز بود دیگه، بله واعظانه. اگه حافظ رو بخونید میگه واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. خیلی ممنون. ایشون نشته غلط ها مال فیسبوک. روز خوش. چه زبل غلط ها رو میندازه سر فیسبوک. میدونید که اصلا میگن فلسفه پیدایش کامپیوتر این بود که انسان به این فکر بود که من یک دستگاهی درست کنم که هر اشتباهی میکنم بگم
کامپیوتر باگ داشته، کامپیوتر اسپلمو خراب کرده، کامپیوتر ساعتو درست نشون نداده. یعنی ما همیشه دنبال این میگشتیم که یکی دیگر پیدا کنیم اونو سرزنش کنیم. مرسی که با ما بودید، ما هم بهمون خوش گذشت که با شما بودیم. مرسی.